خانواده عزیز، من شما را رئیس خراسانی، شما فرتورتان همو فرتور است، تغییر نکرده. فرتور نمایتان در سیتنگ بروین، در اونجا آپشن میته و بعد از اون میتون که فرتور نمایتان را تغییر بده. به هر رو دوستای عزیز، فقط من کسی را اینجا چی میکنم؟ شما را یک نفر، دو نفر باش من کیره. وقاس عزیز و امید بنشیر خراسانم و من شما را کوهوست بکنم. و بله، یک لحظه صبر کنید. جاوید عزیز، من شما را کوهوست میکنم. کوهوست به این معنا که شما کار مرا انجام میتین و وقاس گرامی، اگر شما انترنتتان قوی باشه، شما کوهوستی را باز قبول بکنین. جاوید عزیز، و به هر رو هدف از آمدن ما امروز در تویتر این هست که با فرهنگ تویتر اول آشنا شویم. یک دوم دیگه، مزنبل عزیز، من شما را که هست کوهست میکنم که همین خودتان گردانندگی ها را بگیریم. ما شما را کوهست کردم، مزنبل عزیز و جاوید عزیز، شما را هم کوهست کردم. کوهستی را قبول بکنین. برای شما یک دعوتنامه آمده جاوید عزیز و شما یعنی ملازمت اتاق یا اون را که هست قبول بکنین. و بله، و هدف از آمدن ما در، البته در تک تاک، در تویتر این است که سه مسئله را با شما من شریک می سازم و انشالله رحمان اون مسائل خیلی مهم و مرکزی است که پیرامونش کار میکنیم و پی کار میکنیم. چون مسئله اکثریت باشگاه هایی که در یک لحظه صبر بکنیم که برای من پیام آمده روان است که میرم. بله، اکثریت باشگاه هایی که در کلاب هاوس است و همچنان در تیک تاک اونجا مرکز ما هست و همچنان در تویتر است، بیشتر اینجا مردم در مورد باز میشینیم، باز گپ میزنیم، باز صحبت میکنیم، انشاءالله خراسان باز اعاده میکنیم، کلش در عالم همین هست، در عالم ناامیدی هست و در عالم فقط صحبت هست. من نمیفهمم 20 چند سال میشه و اینا صحبت دارن. کارهای ما و شما کارهای عملی هست که ما خراسان ساختیم و انشاءالله و رحمان تاریخ 25، حالا پیرامونش صحبت هم میکنیم، یکی از بزرگترین روزه هاست که همه چیز در اون روز تغییر خواهد کرد. باشگاه ما او آرونه می باشه، متفاوت می شه، یک باشگاه کاری هست و اینجا برای کس حق دادن می شه و قلقله بکنن. دوستایی که اینجا آمدن برای قلقله کردن جایتان نیست، لطفا اینجا را ترک کنن بروین، خواهش میکنن. این باشگاه کاری هست، نه باشگاه قلقله و بس. و فقط اینجا دوستایی هستن که سرشان به تنشان می ارزه، خراسانی هستن و میخواهند در مورد دولت ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید کار بکنیم و به این دلیل هم که ما از تیک تاک آمدیم امروز پیراون سه مسئله که از صحبت بکنیم. دوستا، من میدانم که از با فرهنگ تویتر بعضی شما که از کاملا بار اولتان شاید باشه،
یک آپشن، یک انتخاب است. اینجا یعنی مایک تانه باز میکنین یا دستانه بلند میکنین، میخواین صحبت بکنین، میتونین بیاین بالا صحبت بکنین. البته کسایی که درفش کاوره دارن، کسایی که درفش کاوره ندارن ما نمیشناسیم، معذرت میخوایم، چون کسایی که درفش کاوره ندارن ما نمیشناسیم و از آمدن هم معذرت میخوایم. درفش تانه که هست تغییر بتین، بیاین که هست باز گپ بزنین. و رئیس خراسانی را میشناسیم کی است و در وظیفه اینا دارند. وحدت عزیزم میشناسیم کی است و مشکلی نیست. دیگر دوستا که بالا میان ما نمیفهمیم. رحمانی صاحب من صادقان شما را نمیشناسیم تا درفشتان که از تغییر نتین. عارف عزیزم هم این گونه است. لطفا درفشتان تغییر بتین و بعد از اون میتونین بالا بیاین. دوستای عزیز مزنبل گرامی، اگر چیزی به گفتن داری شما خیلی بگوین. و رئیس خراسانی شما چی را که هست قبول کردین؟ رئیس خراسانی عزیز شما کوهوستینگ قبول کردین؟ حالا شما میتوانین گپ بزنین، رئیس خراسانی شما میتوانین گپ بزنین هر کدام، چون حالا که هست دقیقه. عرض سلام خدمت شما بزرگوار استاد علی فایق و دوستایی که حضور دارن. من مجبور شدم از صفحه خارج شدم، من فهم پروفایل هم تغییر خورده یا خیلی تغییر کرد. ما باید از دیوایس دیگه وارد ایکس شدم، فکر کنم کل چیز نرمال شده. از صفحه مبرایم ممنونتان. من چیز گفتنی فلان ندارم، یک فقط خوش آمدید برای دوستان میگم. امیدوار استم که ما بتانیم با این می تفکرات که داریم یک جای برسیم، انشاءالله کمک کنیم به یکی دیگه. خود انشاءالله من شنانده استم فلان. عالی است، درست است، درست است. من شما را که هست کوستم، که هست کوست به معنای این هست که شما هر کاری را که من میخوایم انجام بدم شما میتونن انجام بدین. یعنی رقم مدیراتور واره مدیراتور دقیقاً ملازم اتاق ما میگیم. بله ملازم اتاق دیگه آدم بسیار قدرتمند میشه دیگه، هر کسی که بعد بیاد میتونی اخراج هم بکنی، یعنی اون کار انجام بده. دقیق دقیق. نه ما مقصد از این که شوخی کردم، کسی بدوی نشه. بله بفهم. نه و اینجا تا کسی را بالا نیاری کسی صحبت کردن نمیتونه. یکی از خوبی های توییتر این است، مثل تیک تاک واری است، باید بالا بیاری و بعد از او میتونه صحبت بکنه. در غیر از او کسی صحبت کرده نمیتونه. ایموجی میتونه مثلا خنده بکنه، گریان بکنه، دو عشق بریزانه، چرچک بکنه و این کارا رو میتونه هر کسی بکنه و ولی بالا آمده نمیتونه. روی هم رفته. مزنبل عزیز از شما میشنویم کدام گفتنی اگر داشته باشین، بعد از او دوستان خوش آمدی هم بگوین و بعد از او میریم به طرف سه مورد بالایش صحبت میکنیم و بعد از او که هست صحبت هم نیست، کارهای عملی است، کارخانگی های ماست، اونا رو بخیر میریم به طرف انجامش. و یکی از میمان های ماست که اینجا یکی از متخصصین ماست در بخش سورا، در بخش Artificial Intelligent، و اون بحث میکنه که چرا دولت فدرال و حکومت ما یک بودیجه را برای Artificial Intelligent یا عقلای هوشمند تخصیص بده. و من فکر میکنم که این در حد خودش که است بی نظیر است و هیچ کسی در مورد Artificial Intelligent معلومات نداره در خراسان، نه تنها در خراسان، در منطقه. ولی اکثریت کارهای ما فعلا که است توسط عقلای هوشمند که است طراحی میشه. تمام فرتورهایی که در پروفایل پیکچر یا فرتور نمای رئیس خراسانی هست، اون با عقلای هوشمند توسط ای دوست خراسانی ما که است تنظیم شده. و همچنان پنشیر خراسان که است که این درفش کاوی از کاوی آهنگر است و به این دلیل هم که است اینا طراحی کردن و در این مورد هم باز این صحبت میکنن. شما میتونین که از بعیس سپیکر دستان بلند بکنین پنشیر خراسان و شما میتونین باز در اون مورد که است صحبت بکنین. مزنبل عزیز بفرمان شما دیگه. درود و سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما جناب عبدالعلی فایق رئیس خراسانی و تمام بیننده ها و شنوندگان برنامه ما. یک برنامه زیبا هست فایق گرامی قسمی که بیان کردین و بی صبرانه منتظر هستیم از میمان ویژه برنامه ما که در این بخش برای ما بیشتر صحبت بکنه تا ما از اونا بیاموزیم و همچنین دیگر شنونده ها از این مستفید شوند و بهره ببرند. واقعا برنامه زیبا هست و آموزنده هم
امیدوار هستم که باشه برای همه. پس دوستان کوشش بکنن که یک نوت بوک و قلم خودان را با خود داشته باشن، به خاطر مهم است و در آینده ها به دردشان میخوره. و اکنون هم دنیا بسر اینمی عقله های هوشمند و اینها میچرخه، پس باید از خراسانیان هر خراسانی در این راستاها و بخش های مختلف ابعاد مختلف زندگی بیاموزن و بتوانن خودشان استفاده بکنن و از اون استفاده مثبت بکنن. من شنونده می باشم جناب استاد گرامی و از دوستان همه کسانی که اینجا حضور دارن سپاسگزار هستم و برنامه را شریک بسازن با آن عده کسانی که واقعا می خواهند بیاموزن، جدی هستن و همچنین منتظر مهمان عزیزمان هستیم. عالی است روزنبل عزیز. من بعضی از دوستای دیگرم که هست اینجا، وقاص عزیز و مبارز عزیز، برای شما که است حق ملازمت و اتاق هم دادیم، شما میتونید با کمال میل بیاین اینجا بالا بیاین و دوستایی که ریکوست میتن برای صحبت کردن تا درفش کاویانی نباشه کسی را بالا ما نمیارم. این قانون ماست و اینجا ما بحث هم نداریم که شما بیاین بحث بکنین، چون از ما کار است. ایالات متحده خراسان یک دولت در تبعید دولت کاری هست. گپ در دیگه باشگاه بزنید، او ناله و زجه و گذشته گیرایی و این را در دیگه باشگاه، این باشگاه کار است. دوستا خیلی مزاد میخوان کسایی که صحبت دارن و میخوان قلقله بکنن پیرامون چیزای گذشته و طالب چی کرده و قانون ملت چی کرد، این بحثا اینجا جای نداره. از ما این باشگاه کاری است و اگر خسته کنن لطفا این باشگاه را ترک کنین بروید. لطفا دوستای عزیز من خواهش میکنم، ما نیاز نداریم گله، نیاز دارم 3-4 نفر کار کنیم و اکثریت اینا را من خودم میشناسم و اعضای ارشد ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید هستن، عاشقانه اینجا آمدین و ما نیاز داریم چند نفر، ولی دوستای دیگه هم که آمدن اینجا بشنون بیاموزن هیچ مانع مطلق وجود نداره. سروران، فرزانگان و فرهیختگان، بانوان و کدبانوان گرامی، درود یزدان ستار بر شما باد. من خیلی خیلی واقعا خرسند هستم، شادمان و شادکام هستم به دلیل اینکه اینجا یلان خراسان و مردان و بانوان زنان بزرگ خراسانی را میبینیم. این بار نخست ماست، بار اولی است که در تویتر آمدین. بعضیتان کاملا اکاونت ها امروز باز کردن، بعضیتان هم که هست در تکاپوی باز کردن اکاونت هستن، خیلی تجربه هم ندارن. این یک چیز امر طبیعی است و مهم هم نیست، ولی کسایی که در تویتر تجربه دارن ممنون از کمکتان، ممنون همکاریتان. اول میایم یک کمی در مورد ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید کیست و چی صحبت میکنه، و ممکن بعضی از دوستایی که خراسانی هستن ولی در مورد دولت ما نمیدانند حق دارند بالا بیایند و پرسش خود که از مطرح سازند، هیچ ممانعت وجود ندارد. ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید یا دولت دموکراتیک فدرال در تبعید 22 می سال پار سال 2022 آغاز کرد به کار و انشاءالله تاریخ 25 این ماه در جنتری تان اضافه بکنین بچه ها و دختران، و در تاریخ 25 این ماه همه چیز برای همیش تغییر خواهد کرد. این نام قلابی علکی تباری افغانیت برای همیش که از گم هم شده و برای همیش دیگه که جز از تاریخ می شود. تاریخ 25 روزی است که در اون روز رخصتی بگیرین از کارتان، روز شنبه هست. بعد از یک گرینیچ برنامه آغاز میشه. همه شما میمان ویژه هستین. برای ما نخبه گرایی هیچ جایی نداره. مطلقا ما به نخبه گرایی باور نداریم. مطلقا. ما بگویم فلانی را بیاریم باز در مایسپیس ما که از گرم شده به هیچ عنوان نیاز نداریم. برای من مزنبل هان قدر مهم است که ده‌ها رهبر جهادی به یک ابروی مزنبلم که از واقع اون کسا که خیانت کردن منظورم است نمیرسن. همین گونه رئیس خراسانی، همین گونه که از وقاص، همین گونه که از مبارز، همین گونه که از فروغ عزیز و خراسانی عزیز، خراسانی یو اس کی، درواز خراسانی، خراسانی دو، خراسانی هفت، خراسانی عزیز، پنشیر خراسان و برمکی خراسانی و دیگر بزرگاه که اینجا هستن، برای من خیلی قداست دارن و خیلی اهمیت و خیلی ارزش دارن.
میمانای ویژه ما همین هستن. ما چیده برام میمان ویژه مطلق نداریم و میمان ویژه و نخبه و نخبه بازی برای دیگران مبارک باشه و این گونه هم عادت ندارم که یک سلبریتی را بیارم با اون سلبریتی گپ بزنم باز باشگاه ما را پر بسازن. ما نیاز ندارم. این عوام فریبی و شارلتان گرایی همیشه که از برای من بزرگترین آفت را که است به بار آورده و آسیب شناسی هم نشان داد که این کارا ما را به جای نمیرسانه. حرکت های ما از پایان به بالا بوده و خیلی سخت گیرانه و خیلی نفسگیر و خیلی زحمت کشیدیم که تا غربل شود و سر از خشره جدا شود. در طول 2 سال واقعا واقعا هفت‌خیزهای عجیب و غریبی داشتیم که تا توانستیم یک مجموعه کارا، یک مجموعه مسئول و متعهد که است به بار بیاوریم. و امروز هم شما نمونهش میبینیم که این گلای سر سبد اینجا آمدن میدرخشن و هر کدام اینا یک مکتب هستن. اگر شما واقعا یعنی هر فرد را که اینجا میبینیم با درفش کاوه خودش یک دانشکده هست. من اینا را شخصی میشناسم. ماها نه سالها با اینا کار کردیم و هم اینا که از خلاق ابداگرهای هستن که متخصص هم هستن، متشبس هم هستن، سرمایه گذار هم هستن، تجار هم هستن، دانجو هم هستن، آدم های عادی هم هستن، ولی همیش خراسانی هستن. به هیچ عنوان چیزی به نام اوغان، اوغانیت، اوغانوالی، اوغانستانی، اوغانستان، درفش قبیلی اینا را که هست اصلا نامشان هم بگیری که با کلتوس فرقت میزنن. باور ندارم. وجود ندارم. یک نام استعماری است که در قرن 19 روس تزار و بریتانیای کبیر برای ما تحمیل که اون بحثش هم میگذاریم. ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید ایجاد کردیم و بلا فاصله برای قانون اساسی ایالات متحده خراسان دولت در تبعید آغاز کردیم و تقریبا 1 سال مکمل قانون اساسی را تدوین کردیم. قانون اساسی ما قانون مدنی است، مبنی بر خیرد جمعی و روان جمعی ترسیم شده و تمام حقوق شهروندها در اونجا به شکل عملگیرانه و به شکل نوگیرانه ترسیم تدوین شده و به متن در آورده شده و فعلا صوتی هم شده. 1 سال طول کشید و 3 دکترا بالای کار کرده، 1 هزاره هست و 2 تاجک هست. هر 3شان صاحب صلاحیت هستند. تا مرحله پسا PhD سند دانشگاهی دارن که یک دکتر از ایران گرفته دکترای خود و کارشناسی ارشدش هم از تاجیکستان گرفته. به این مرحله اینا سواد دارن و هر کدام اینا در بخش دولتداری تخصص دارن، در بخش قانون جزا و مدنی و همچنان که از در بخش برنامه های روابط بین دول که توانستن 3 در 1 یک در 3 رکه است درست تنظیم بکنن و ترتیب بدن. و قانون اساسی فعلاً که است در دسترس مردم ما در سراسر گیتی قرار گرفته و تاریخ انشالله 25 بیشتر در این مورد هم صحبت میکنن، به صدها نفر در برنامه زومی ما اشتراک خواهد کرد و همچنان سال 2027 ما انتخابات داره و از طریق ما 6 وزارت ایجاد کردیم. ما وزیر نمیگه، نامزد مسئول میگه. 6 مسئول داریم. بخش های آموزش و پرورش هست، بخش های بانک هست و همچنان صحت عامه ما هست و همچنان بخش داخله و دفاع ما هست و بخش های معادن ما هست. این نامزد مسئول ها انشاءالله در سال 2027 که شما انتخابات میگه، ما انتخابات نمیگه، ما بازپرسی عمومی میگیم که ریفرندوم میگن، چون نمونه برداری ما از سوئیس کردیم. در سوئیس هر 4 سال انتخابات میشود و در خراسان هر 5 سال بعد انتخابات هم نبودون. یک قبیله گیرای اوغانی بود، یک اوغان قبیله گیرا، قبیله گیرا و آدم کش تمدن گریز میامد و همه چیز رو به گند کشید. مردم سالاری رو به گند کشید، نظام داری رو به گند کشید، دیوان سالاری و همون اعتمادی که مردم داشت همیشه که از این اوغان به گند کشید و امروز که از یک افت سرسام و اخلاقی که از ما مواجه هستیم که بهایی را که از چند نسل باید بپردازه. و لنگاری اوغان و شارلتان بازی اوغان، تمدن گریزی اوغان و کتاب سوزی اوغان امروز غرامت چند نسل های ما دارن میپردازن. از 1747 این تبارک آمد خراسان اشغال کرد
77 سال میشه، همه چیز به گند کشیده شده و امروز چیز ما به نام جوکستان داریم، همه چیز به تمسخر گرفته شده. هر جایی که هست انفجار میشه میگه اوغان است، هر جایی که لواتت کاری میشه میگه اوغان است، هر جایی که افیون پیدا میشه میگه اوغان است، هر جایی که لواتت میشه میگه اوغان است. این دیگه با تولید احمد خان ملتانی هست و مبارک اوغان باشه. آمدیم سر مسئله قانون اساسی. امروز در دسترس است دوستای عزیز، این قانون هست که توشه شد و تصویب شد، ولی اگر دوستای کدام ملاحظه قانونی دارین به شکل کتبی و متنی برای ما بفرستین و بخش قانون، بخش البته کمیته ما مانده میشه که فعلا همون 3 نفر هستن جمع متن ویرایشگرهای ما و اینا، در مجموع ما 6 نفر، با خودم 6 نفر میشیم، با این کمیته بفرستین، اونا میتوانند یا اضافه بکنن در این قوانین یا به حساب بتانیم ویرایش بکنیم. ولی قانون قانون است، هیچ به شکل کتلوی تغییر ناپذیر است تا سال 2027. آمدیم در مورد درفش ای را انتخاب کنیم. درفش ایالات متحده خراسان، درفش کاوه آهنگر است. کاوه آهنگر کسی است که در فرق دحاکا یعنی ملامرهای زمانش کوبیده و گلبیدینای زمانش کوبیده، اوغان ملت زمانش کوبیده و اتمرا و پتمنا و ننگ ها و اینا کوبیده، ملاه بطلای پدر ملعون کرزیا و هشرفغانی های پدر ملعون که از کوبیده و یک فیگور یا یک شخصیت تاریخی افسانوی ما هست و درفش کاوه یکی از پر آوازه ترین درفش است. شوربختانه ادبیات در این کشور مزخرف به نام اولاغستان وجود نداره، ولی به صدها هزار نوار، مستند، مقاله، کتاب، فیلم در ایران بزرگ نوشته است. همه چیز در کشور ما که هست وجود نداره، همه را خاتم تایی کده اوغان پدر ملان برای همسایه های ما، همه هویت که هست در ایره فقط گرفتین و فارسی از این است، مولانا از ما نیست، حافظ از ما نیست، این از ما نیست، او از ما نیست، همه چیز به گند کشیده. این تبار مفلوک و تبار تمدن گریز انسان کش افیان فروش دیگه همین گونه است دیگه، چیزی ادبیات وجود نداره. یکی از دوستان بغلانی هست، اصالتا عرب است ولی از تاجک شده های عرب است، گفت که فائق عزیز، من پیرامون خراسان یک پژوهش داشتم و رفتم بنگلادش به زبان بنگالی، گفت من در مورد خراسان صادقانه ادبیات پیدا کردم. این دخو پرسان نکو، گفت اصلا اینمی پاکستانی که تو دالخور میگه و پلوخور هستی، اینمی پاکستان آنقدر ادبیات درباره خراسان است. حتی جان اچکزای احمد مسعود یک خراسانی که از خطاب کرد، جالب بود برای من. یعنی 4 دانه مفلوک، مفعولی که در خراسان است، میگه خراسان کجا است؟ جان چکزای میفهمه. اقبال لاهوری دیوان داره پیرامون شعر پارسی و خواستگاه خراسان که هست به شکل بسیار جانانه که از توزیع میده، دنیا میفهمه، دکتر ویلیام میفهمه، بارنی روبین میفهمه، تامس بارفیلد پیشنهاد میکنه که این خراسان بسیار یک نام جانانه هست و میتوانه که از تجویز کننده تمام اقوام 4 دانه اوغان و اوغان صفت و اوغان تو پدر ملعون میگه خراسان کجاست؟ زیر پایه های تست خراسان. اولا مادرم در امریکا اینا کلان شد، زیر پایه پدر کلان، جایی که تو میگردی اونجا خراسان است. میدانی یا نمیدانی؟ نمیدانی حالا باید بدانی. با هر رو دوستای عزیز، آمدیم درفش کاور انتخاب کردیم و اینمی درفش ما است. میبینین که فردوسی بزرگ در شاهنامه می فرماید به نام خداوند و جان و خرد، فروهشت از آن سرخ و زرد و بنفش، همه خاندش کاویانی درفش. رنگ های سرخ و زرد و بنفش رنگ هایی است که در کنیات شاهنامه آمده، نه در تلحقات یا در ملحقاتش، چیزی که بعد از 10 سال اضافه میشه در شاهنامه، در اون در خود کنیات آمده و در این مورد هزارا مقاله و کتاب اینا نوشته شده. این درفش تقریبا چندین هزار سال قدامت داره و یکی از قیمتترین و یکی از طولانیترین درفش ها در تاریخ بشریت هست. شوربختانه قدر هیچ کس نفهمیده و هیچ نمیفهمند. پیغمبر یک گپ بسیار خوب زده بود، یا لیت قومی علمون، قوم مشکل داره که نمیفهمه حسالت های تاریخی ما رو، کلشان که در خشتک نغمه و بی بگل که از چنگ هستن، یا به خشتک ملا عمر امی که الله اکبر لا اله الا الله محمد رو نمیگن، این خشتک کی از چنگ
اینمی درفش که اینمی درفش بی بی گل 70 سال پیش که هست، یک کسی به نام آمانلا بیشتر از او میره و آلمان با سریا با همسرش دزدی می. این دزدی شده ای آلمانی ها است. شما برین فلسفه شو قطر شو ببینید، فقط یک رنگش تغییر میتن. همین گونه که خلیزات آمد قانون اساسی امریکا را دزدی کرد و استنساخش کرد، کلونش کرد یا کپی پستش کرد، همین گونه که اشرف غنی ماسترش را دزدی کرد، دکتراش را دزدی کرده، اوغان کارش دزدی است و دکتر ویلیام اوغان شبگرد میگه. یعنی روز که هست به اصطلاح میگه که دیقان شب که هست تاره شبگرد برش میگن، قوم شبگرد، شبگرد. و همچنان مادر یک اوغان دعایش همین بود که یک فرزند موفق رهزن به دنیا بیاره. کار یا رهزنی است، من این را نمیگویم، تاریخ میگوید. به هر رو ما قانون اساسی درفش که هست، این درفش رسمی ما هست و ان شاء الله در بخش های تینا کار داریم که در جمع از دیگه درفش های دنیا که است باشه. و ما رفتیم به ملل متحد، ایالات متحده خراسان، 6.5 صفحه سال پار دادیم که این جمع از دولت های بالفعل باشه، چون دیگر چیزی به نام افغانستان وجود نداشت، این هیچ کس قبول نداشته، هیچ وجود نداشته. این یک نام استعماری است. ای از خواب بخیزن، کسایی که اف 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 میگن دیگه اف اف وجود نداره. میدانین چه میگم؟ از نگاه تاریخی وجود نداره، نداشته. امیر عبدالرحمن خان تا قرن 19 میگه من شاه خراسان و ترکستان هستم. تمام شاهای افاقینه آمدن که از با زبان من تو که از صحبت کردین. میدانین چه میگم؟ با زبان من تو صحبت کردین. تمام دیوانداری و دفترداریش کن با زبان من تو است. شعرش با زبان من تو است. سکه های پردل خان، حبیب الله خان، دوست محمد خان، شیرالله خان، شاه شجاع و نمیفهم این و آنش خانه کی بوده؟ رهزنان از فیض او رهبر شدن به گفته اقبال لاهوری. این رهزن اوغان از فیض من تو رهبر شد. مگم اوغان میفهمید که از من تو چی است؟ نمیدونست. آشکا میفهمید؟ نمی. قالی نمیفهمید؟ نمیفهمید. رهزنان از فیض او رهبر شدن، از زبان فارسی که از اینا رهبر شدن، نمک خوردن، اکنون نمکدان شکستان دند. پس به این معناست اعتماد به نفستان بالا برن. این سرزمین من هست، اوغان مهاجر است، گجرات و همچنان که هست کوهای سلیمان و اسرائیل آمدین. در این باره بحثای علمی وجود داره. شما آمدین چون داره نخبه پدر ملعونه گمراه کننده رو بحثاش شنیدین و تمام بحثا و ادبیات که ایجاد شده ادبیات درباری و دولتی بوده. هیچ گاهی که از کتاب های درباری خراسان نوشته شده به شکل علمی کس نخوانده. من بحث های در تلویزیون پرگار داشتم، اوغان آمده میگه او ولی شما کس از خارجی، اون در لندن هم زندگی میکنه، سوربن هم خوانده، پنت هم خوانده، دانشگاه معتبر خوانده، میگه شما از خارجی ها کس رفرنس میارین؟ مثل او آقای خاریدی یک پروفیسر تلوی بست، میگه آقای فایق کتابی گپ بهار فایق کتابی گپ میزنن، میگه شما کتابی گپ میزنین. یعنی تمام ادبیاتی که تتمت البیان فی تاریخ الافغان، مخزن الافغانی، من ایفام تاج تواریخ، من ایفام که آقای غبار، من ایفام آقای فرهنگ افغانستان در پنج، یا کلش مزخرفات تاریخی است که ایجاد شده و مکتب سکس برای اینا از طریق پخته و طولنه ایجاد کرده، اون رو نخشار دادن. تا امروز هم چهار دانه روشن فکر مخنث میایه که از بسا اونم ادبیات که اوغان ایجاد کرده از طریق اوغان طولنه اینا که از نشخار میکنن و به دیگرها که از انتقالش میتن. خدا زحمت نمیتن که برن دانشگاه سکس، برن دانشگاه معتبر بریتانیا و آلمان، امریکا، فرانسه که از تحقیق بکنن که اوغان کی است، تاریخ چی است، فیگورای خیالی و قلابیش نازوانا کی بوده، درانی ها کی آیشه درانی اوغان در قرن 21 که هست زنش اجازه نمیده با آیشه در قرن 17 نمیفهم بیره قبلن کرده باشه، لیسه نادریه اوغان که هست زنش با مادگه و معاوضه میکنه باز بیا در قرن 12 13 و 14 در من ایفام بیره قبال. اینا کلش که از شخصیت های فیگور خیالی است که عبدالله حبیبی کروش کبیر آورده و کرور کبیر آورده و غر مر لر آورده. دوستای عزیز، تا امروز اگر ما در خواب گوسفندیزم بودیم، آلا باید برخیزیم، آلا دیگر ما باید برخیزیم، دیگر بس است. اهانت بس است، حقارت بس است، گوسفندیزم بس است، تخنص بس است، شیونگرایی و زجگرایی و نالگرایی بس است، اف اف گفتن دیگر بس است، دنبال روی دیگر بس است،
ملی گرایی دیگر بس است، دروغ دیگر بس است، روشن فکری دیگر بس است. واقعا مردم خسته شده. امروز اوغان بناموس تجاوز میکنه، تو از ملی گرایی گپ میزنی، با اوغان در یک باشگاه میای گپ میزنی، او از پاور پوزیشن گپ میزنه، تو از پایان دهنش سیل داری، دهن نسوار پرش سیل داری. ما برای گرفتن قدرت التماس نمیکنیم، میجنگیم. میدانی؟ میجنگیم. اقتدار باید با جنگ گرفته شود، جنگ با جنگ پیش میرود، صلح با جنگ با وجود میاد، نه سل با سل. یک نگرش بشه پیشا مدرن است. ما از اوغان که است التماس میکنیم که بیایم بشینیم. وقت در حرکه قدرت 177 سال که است تکیه زده، او در اقتدار است، بالای تو که است پشگونه دست میکشه. ما به هیچ عنوان تعهد کردیم گپ دیگه نمیزنیم، ناله دیگه نمیکنیم. اوغان امروز یک میمون هم که از جنگلای آمازون بیاره، میگه اوغان دهشت افغان است، وحشتگر است، افیون فروش است، پستی و پلشتی تاریخی همش برمیگرده به این فرهنگ. دیگه بس است، ما در این باره بس هم نمیکنیم. بیش از 2500 نوار بارگذاری کردیم در سراسر سامانه‌های اجتماعی پیرامون این فرهنگ بدوی تمدنگریز کتابسوز، که با تولید اینمی احمد خان عبدالی امروز یک کسی به نام نمیفهم نامش که هبت الله مجهول موید و چادر نشین. کار ما عملی است دوستای عزیز، ما به گذشته نمی رویم و پیرامون این تبار هم گپ نمی زنیم. این تعهد ماست و از ما دیگر کس نمی ایلا بحثایی که می داشته باشه، اون بحثا علایده است، بحثای تخصصی است. آمدیم سر دوستای عزیز، سر درفش به پایان رسوندیم و سرود قانون اساسیش هم و شناسنامه ایالات متحده خراسان که یکی از سترترین دستاوردها برای ما تلقی میشه، که انشالله او را ما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. شناسنامه را بعضیا گفتن 500 شناسنامه اگر شما توضیح کردین ما دامن میپوشیم، ما چوری میپوشیم. من نمیفهم دامن پوشیدن چوری پوشیدن کدام گپ، بسیار کلان نیست. اینا که از خواهرها و مادرها میکاره میکنه، هیچ مشکلی نیست. ولی بسیار گپای دیگه هم زدن و ما نه تنها 500 توضیح کردن، بیشتر 40,000 توضیح شده، صدها یعنی 100,000 نفر بیشتر فعلا در نوبت هستند. شناسنامه های ما به ستنده های جهانی ساخته شده و نمونه هایش هم که هست ما در امی تویتر کس یا اکس کس بارگذاری کردیم. رفتیم طرف بانکنوت ها و همچنان که هست واحد های پولی ما به ستنده های جهانی و بانک های جهانی 6 ماه برای فقط تحقیق کردیم که آماده شده، فقط که از ماشین چاپ نیاز داریم داخل خراسان. بیاری یزدان ستار در بانک خراسان، بانک ملی خراسان که به تمام تبارهای خراسانی که 34 تبار از تعلق بگیره، نه بانک اوغانی، نه پشتنی تجارتی بانک، نه هم چیزی که چیزی به اوغان موغان تعلق داشته باشه، همه چیز اوغانی است، به گند کشیده شده. اون که از بانک ملی خراسان که یک ایماق هم حس تعلق داشته باشه، یک پشهی هم حس تعلق داشته باشه، یک یهود خراسانی، مسیحی خراسانی، هندوی خراسانی، سک خراسانی و همچنان که از هر تبار خراسان حس تعلق داشته باشه، بگه بله این بانک مرکزی ما هست، این بانکی است که من میخواهم آریایی های خودت از در اینجا البته سر به سر بکنم، ذخیره بکنم. نمیفهم که شما سیوینگ داریم، ما چیه به نام سیوینگ از منظر اقتصاد من نمیشناسم. سیوینگ هست هیچ وقت نکنید، پس انداز نکنید، پس انداز همیشه خرج میشه، باید سر به سر بکنید و ذخیره بکنید. استوریج اور پایلینگ نات سیوینگ. میایم سر مسئله بحث واحدهای پولی ما دوستا فرتوراش ما بارگذاری کردیم. ببینین تمام نمادهای تمدنی که در بدخشان آیا خانم 8000 سال قدامت داره در اون منعکس شده، شمامه و سلسال که چندین هزار سال قدامت داره در اون آمده. ما سه کار که از اینجا انجام دادیم، خشتک قبیله را که درفش امانی ها دور انداختیم، بویم میداد، متعفن بود، خشتک قبیله را دور انداختیم و شترای قبیله را هم که هست شتر ملامه را گرفتیم که هست، زدمش در دیوار، کشیدمش از واحدهای پولی ما، چیزی به نام اوغانی پلو، اوغانی پلو از من کابلی پلو است، کابلی از کابلی هست، پلو از اوغان نیست. اوغان که هست سرسوتکی داره، سردندکی داره، در بیل نان میخوره. اوغان چی و کابلی چی؟ یعنی چی؟ من توی اوغانی اینجا دلندن است نشته از منتو مفتون برادر یا تخیر بتی؟ اوغان منتو نداره. ببینین کدای 91 92 از زمان زارشاه همه چیز اوغانایز کرد، همه چیز اوغانی کرد. قالین از من اوغان نامش است،
قالین از من افغانی ساخته، پلو از من افغانی ساخته، منتو آشقلش افغانی ساخته. داره افغان نداره؟ پلوش افغانی، قالینش افغانی، پولش هم افغانی، اویت تو هم افغانی. جالب دهی است نه؟ تو هم افغانی، افغانی، افغانی. ایرانی ها شما رو باز افغانی های جنده هم میگفت. افغانی یعنی، من نفهمیدم. امیر یک نفر بیا برای من توضیح بده، قابلی افغانی، پلو افغانی، توشک افغانی، لیاف افغانی، هزاربند افغانی، لنگی افغانی، تو هم افغانی. شرم نیست با قرآن. آیا خوب چیز است برای انسان هایی که خرد ندارند؟ آیا خوب است؟ آیا را میفهمی؟ خرد بگذار، خرد باید گرفته شود، نه؟ عقلانیت باید خوانده شود، ولی انسانیت و امی شعور انسانی ما هم ما داریم. یعنی تو افغانی است واقعا؟ و یک چیز دیگر هم در لندن افغانی میگن، در بریتانیا ما را نامش نمیگیرن به خاطر اهانت میشوه. میدونین که من چی میگویم؟ نام یک حیوان هم است به نام افغان، هند. مسئله وایدای پولی را ما جور کردیم، شناسنامه را هم جور کردیم. دوستای عزیز و یگانای هدفمند ما که سایه هست، یگانای هدفمند ما سایه هست، استخبارات ماست. دو سال اگر استخبارات نمیداشتیم امروز خیلی تلفات گوناگون، نه تنها در بیرون، در خارج، در بیرون هم میداشتیم. خیلی منظم و به شکل هوشمند کار میکنه. ما چیزی به نام استخبارات باور نداریم. استخبارات یک واژه بسیار مزخرف کنه است. ما عقلای هوشمند که از بالای سرمایه گذاری کردیم و میفهمیم که کی در کجا هست. بیشتر ما یگانهای هدفمند میگیم و همچنان رزمندگان خراسان در 4 ایالات خراسانی فعلا وجود دارن، حضور دارن و بالای شخصیت و کش خود کار دارن. ما 2 عمله داشتیم ولی هیچ گاهی که از دیگه کرفر نداشتیم، به دلیل اینکه همه جا تصاحب شده از توسط افغان و جاسوسای اون. یک تار موی رزمندگان ما برابر هندوکش است. به این دلیل خیلی کوشا بودیم که خدای ناکده خدا که آسیب بر این مردان بزرگ نرسه. همچنان که از در مورد سرود ملی ایالات متحده خواستان، حکومت در تبیت تدوین شده و تمام کارهایش که از تنظیم شده و ما با عارف کیان، مجموعه عارف کیان فرستادیم، گفت که برادرزاده بالای ما کار میکنیم، ولی شفق سیاپوش یک انسان خیلی خیلی باهوش و بچه بسیار زحمت کش، اگر صدای ما رو میشنوه درود بر این مرد بزرگ که همیشه خواندنای بسیار خواندنای انگیزشی کرده و خواندنای حماسی داشته، شفق سیاپوش. و البته تصنیفش و دیگه کارهایش این مرد بزرگ کرده و شعرش از پدرام بزرگ است، مرد تسخیر ناپذیر و مرد دوست داشتنی پدرام عزیز و دکتر عبداللطیف پدرام بدخشی خراسانی. شعرش از این مرد بزرگ است و تصنیفاتش از شفق سیاپوش است. اکنون همین سرود ملی خراسان ما از این کار میگیریم، به دلیل اینکه اونا اجازه دادن که این کار صورت بگیره. ولی ما تصنیفات شعر بسیار بسیار بلند پروازانه است و همین خانه خورشید این چیزی است که تکرار میشه در هر 4 بیتش. بالای کار داریم. یکی از دوستایم از من نامش نمیگیم، بسیار آدم جا افتاده است، همتون میشناسه، گفت سرود ملی تان ما جور میکنیم $25,000 بتین. این فکر کرده که ما کدای امو اشرف غنی، دولت اشرف غنی استیم، امو رژیم هوچیگر پرموچ پدرمرون اشرف غنی استیم. باز من خنده کردم، دوستش دارم، آدم شاعر است، گفتم باز گپ بزنیم. فکر کن $25,000 برای تصنیف یک سرود ملی بسیار پول انگفت است دیگه. به هر رو اکنون سرود ملی ما سرود همین هست و ما از جاوید خراسانی خواهش میکنم که این سرود ما عرف داریم، سرود ملی را آماده بکنه و سرود ملی که آماده شد و فقط بگه آماده است امور بنوازه. ما چون در آماده است بفرمایید، خیلی گوش میکنم. دستای ما در پیش برم است. صدا صحیح نمیه خراسانی عزیز، صدا درست نمیه. اگر اجازه باشه جناب استاد و جناب جاوید بزرگوار، ما امور را بگذارم. بفرمایید.
شما در اروپا است، جاوید در امریکا است، کمی دور است، بفرمایید. والله یک ذره جای جاوید جان خطرناک است دیگه، به خاطر من یک لحظه وقت میخوایم فقط که نمیره تنظیمش بکنم. هر وقت آماده بودی بگوین، هیچ مشکل نیست. این سرود ملی ما 30 ثانیه حالی است. این سرود ملی ماست. ما در تیک تاک و دیگه سامانه اجتماعی که است وقتی برنامه ما را آغاز میکنم این سرود که است می نوازیم و دوستای ما در پیش بر ماست و بعضی دوستا احتراماً به اون استاد میشن. اون انتخاب خودتان است، اجبار نیست، ولی این یک عرف است، یک کلیشه هست و تا روز قیامت زنده هستم. این یک کلیشه در برنامه ما خواهد بود، چه در داخل خراسان و انشالله چه در بیرون، در محافل ما، در تمام برنامه های ما این سرود ملی خراسان که واقعاً موی در جان رست میکنه. دوستای عزیز، برای یک بار از قلبتان را بشنویم. واژه ها را میبینین، هر کدامش یک دانشنامه هست. خود واژه ها برای من مهم است و اینجا میگه خرد رهبر ماست. این چیزی به نام رهبری وجود نداره. این واژه ها خیلی قداست، نقاوت و پاکیزگی دارن. امیدوار هستم که شمایتان پت بگیرن، واژه ها را گوش کنین که چی میگه، چقدر اصالت داره، چقدر زیبایی و چقدر یعنی قشنگ است. بفرمایید مزنبل عزیز، سراپا گوش هستیم. خیلی عالی میشنیم. صدا درست نیست فکر کنم. صدا درست نیست مزنبل عزیز، من نمیفهم، شاید خود ما یک بار کوشش میکنم ببینیم که از مرم گوش کنیم. یک صدا درست نیست دوستا شما بشنن یک بار دیگه ببینیم چی میکنم. درست است، بگذار درست.
جاوید گرامی، سپاس. من فکر میکنم که جنجال نه از خودت بود نه از مازامبل، همین گونه صدارک وقتی که ما ببانیم در اینجا در این سپیس فکر میکنم بودنه. ولی به هر رو امید که در برنامه بعدی بتانیم این مشکل که از رفع بسازیم. بازم ممنون از زحمتتان رئیس عزیز و مازامبل بزنیم. کاش که شما یک بار شما کمش پلی کنین که امید برای با نه چرا نه چرا نه تمام جنده در دست ماست. بخاطر که این مشکلات رفع شد چون برای خودم ساوند خود نمیفهمدم خودم، شما یک بار بانین ما ببینیم چی رفت. من فکر میکنم که این جنجالی که خودت داشتی این جنجال مازامبل داشت، ولی از خودت بیشتر بود، خوبتر بود. من این دفعه بار دوم در سپیکرهای بوفر ماندم، دور بود، از او خاطر خواستم که او ترای کنم. دفعه اول از دو دانه دیوایس پول در پولو بود، شاید صدا درست نبود. حالا ببینید از مرا اگر دوستا که دیدین جر است فقط بگوین که صدا درست شنیده نمیشه، درست است و میریم یک بار بله. دوستا صدا درست بود مازامبل عزیز؟ دوستا صدا درست نمی باشه، فکر میکنم من تویتر گپ نیست. من فکر میکنم که امون مشکل عمومی هست و مشکل عمومی را نمی فهم از که دوستایی که در باشگاه تخصصشان باشگاه گراهی است. البته منظورم باشگاه های این تویتر است، از اونا حتما که از مشوره میگیرم. روی هم رفته این سرود ملی ایالات متحده خراسان هست و حکومت در تبعید. دوستای عزیز، این بود در مورد ایالات متحده خراسان. گپ آخر ما ساختار نظام ایالات متحده خراسان، ساختار فدرال حکومت در تبعید است و ما الگوبرداری از کشور سوئیس کردیم. البته کشور سوئیس دلایل خود هم داره، حالا وقتش نیست چون ما ایره به شکل کافی و شافی در موردش که است در تیک تاک و همچنان که است در یوتیوب و همچنان در کلاب هاوس صحبت کردیم و حتما فرصت های بعدی پیرامون به شکل ویژه و درشت و درست که است صحبت میکنیم. چرا ما نظام فدرال و باوجه کانفدراسیون سوئیس که است برگزیدیم و نظام اقتصادی ما سنگاپور هست و ما در این مورد خیلی گپ داشتیم، خیلی بحث‌های دانشگاهی هم داشتیم. نظام اقتصادی ایالات متحده خراسان، دولت دموکراتیک در تبعید، از سنگاپور الگو برداری کردیم. چرا دبی نه، چرا بریتانیا نه، چرا امریکا نه؟ و اونجا یک مجموعه تصمیم گرفته و سالها و سالها پیرامون صحبت کردیم چرا ما سنگاپور برگزیدیم و انشاءالله اگر فرصت بود در باشگاه های بعدی پیرامون این مسئله که هست ما به شکل تخصصی صحبت میکنم و اتفاقا من در این باره نوشته های هم داریم. البته کسایی که اقتصاد خواندین ما چیزی به نام مزخرف بازار آزاد داریم در سرزمین خراسان، هیچگاهی آزاد نبوده و انشاءالله در آجاندای کاری ما این هست. تمام نهادهای اکنون در خراسان هست که باید هست مقررات زدائی شوه یا دیرگولیت شوه. دیرگولیشن داریم و دیرگولیشن به معنای این هست که ما مقررات زدایی بکنیم. مثلا وزارت مخابرات مزخرف دولتی بوده و یک نظام خادستی بوده و اون باید از پرایویتیزیشن امرای دیرگولیشن دو
مفهوم اسب و مرکبه داره. بعضیا میگن دیگلش، میگه پرایویتایزیشن، نه، خصوصی سازی با مقررات زدایی که از کاملا وارونه هست. دو پدیده اقتصادی کاملا وارونه و متفاوت است. ما میخواهیم وزارت مخابرات باید از دیرگلیت شود. در بریتانیا یک چیز را به نام بی تی میگن، دوستایی که اینجا زندگی میدن، برتش تلیکام بزرگترین البته شرکت مخابراتی هست، فعلا انترنت و دیگر موبایل اینا میتن، ولی دیرگلیت شد. مثلا خود کمپنی های بسیار بزرگ نفت و تیل در بریتانیا، برق اینا که از دیرگلیت یعنی مقرر زدایی شد از دولت به شکل قهرن به مردم و شرکت های خصوصی که از فعلا منتقل شده، و شرکت های خصوصی پنج افت بیگ افت بی برش میگن در بریتانیا، یعنی هفت شرکت های کلان، و این هفت شرکت های کلان امو برقه و امو گازه امو آب برای شما میده، ولی بسیار به یک خدمات عالی و پول بسیار مناسب و کم، چون مابینشون چی است؟ پیشان پیشی است. وزارت مخابرات باید از که از مقرر زدائی شد و همچنان که بیشتر از وزارت ها از دولت گرفته شده برای مردم داده شد و تا اونجا اگر رقابت بیا و تراکنش مالی و چرخش های مالی به شکل درست و استانداردهایش به وجود بیا. افزون بر این نقطه همچنان که از اشتغال زایی زمان صورت میگیره که قدرت به مردم که از انتقال داده شد. ما در این مورد متن داریم، گپ داریم، صحبت داریم. بخش اقتصادی سنگاپور ما بر میگرده به نظام مالیاتی یا تکسیشن. یعنی شما میبینین هر کشور نظام مالیاتی بسیار سختگیرانه، متوسط و خیلی پایان داره. بریتانیا نمیفهمین کشور چگونه تنظیم کردین، والله هر قدر پول پیدا میکنین کل شکست به دولت میدی، 30% از شما را که از پولتان دزدی میکنن، قرط میکنن، و اگر شما اضافه کاری میکنین 35-40% میشه، یعنی نیمیشه دولت میگیره نیمیشه برای شما میده. و مسئله کوپراتیف تکس یا مالیات خود البته تجارت، او هم که از یک قصه دیگه داره، او هم تباه کننده هست. پس به این دلیل اکثریت بلو چیپ کمپانی یا کمپانی های خیلی خیلی بزرگی از بریتانیا میفهمن کجا رفته، هند رفته، چین رفته و سنگاپور رفته و دبی رفته. پس ما چه کار کردیم؟ ما یک نمونه بهتون از این باز گذر میکنیم، نمونه دبی برای شما بتیم. دوستایی که یا مثلا متشبثین یا سرمایه‌دارای مطلق در امریکا هستن، چرا دبی آمدیم؟ به سه دلیل. یکی یعنی پول درهم دبی همیشه هوسان نداره، یعنی فلکچویشن مطلق نداره، برای همیش در یک خط مستقیم روان هست، هیچ گاهی پایان نامده. شما برین تاریخش از 1979 بخونین تا کنون هیچ پایان نامده، یعنی فلک هوسان نداره. بریتانیا بالا میره پایان میره، بالا میره پایان میره. مسئله افلاس یا انفلیشن زمان رخ میده که شما پولتان که از دولت فلکچویشن است. این یکی که مردم میگه او اگر من مثلا 1 میلیارد سرمایه گذاری بکنم، چون پول حالتش ایستاد هست، بالانس هست. خیلی جالب هست، اقتصاددانای ما میفهمن که من چی میگم. و دوم مردم میره و امنیت افراد هست، مسئولیت افراد هست. مثلا کسایی که دبی رفتن، یک جایی هست به نام پالم آیلند یا آیلند درخت خرما، اونجا دیوید بیکم است، ویکتوریا بیکم، نه جاستین بیبر است. من نمی‌فهم اینمی کسایی که در وال استریت هست، بانکرای وال استریت یا تیکیو یا لندن هستن، همیش میلیونر و مالتی میلیونر، حتی بیلیونرایی که هستن رفتن میلیاردها در دبی، اونجا خانه گرفتن. اون یک آیلندی است مثل خیرخانه. خیرخانه یک آدمی که در شوربازار عمرن زندگی کرده نمیتونه واقعا خیرخانه خانه بخره. میبخشن وزیر اکبر خان. وزیر اکبر خان نام قلابی است، این تغییر میکنه در قانون اساسی ما هست. وزیر اکبر خان نام یک قلابی است، یک آدم کش بوده. وزیر اکبر خان یک آدم کش بوده، اون به کروش یا مثلا به جمشید یا به رودابه و سودابه و یاری از دان ستر کست، هرچی به نام خان می نبوده و باید تغییر بکنه، چون این نام ها دولتی نیستن، مردمی نیستن، قومی تباری هستن. هم خوشحال خان می نه، مردم فلانه می نه و این می نه و اون می نه، کلش تباری هستن. پس به این مثلا شما در جایی که در وزیر اکبر خان همی آدم کشه که وجود داشته نامش مانده،
اینجا کسی در شوربازار زندگی کردن نمیتونه از شوربازار تکافو بکنه، کرایش زندگیش نه فرق است. همین گونه وقتی که شما در وزیر اکبر خان زندگی میکنین، در اونجا همسایه‌تون هم کلش آدم های سبگرا هستن، آدم های مثلا یعنی امو استاندارد های زندگیشان مساویانه است و در منطقه دوم همی رقم است. یعنی اذیت آزار نمیشه که یک سلبریتی از خانش برای یک سلبریتی با او ممرای سلفی میگیرم، عکس میگیرم، راحت هستن. به این دلیلم بسیار در اون آیرلند، در اون جای آیرلند راحت هستن. به این دلیلم که از بسیاری ها اونجا کوچ کرده، مسئله آفتاب، امنیت و مسئله سومش که از چرا مردم دبی، مسئله مالیات شخصی هست و مالیات بزنسی یا تجارتی یا کارآفرینی هست. شما هر قدر پولی که در کمپانی تان، شرکت تان که از بدست میاره، 7% کوپراتیو تکس دارید. این جانانه هست، جانانه هست. یعنی به یک نفر بگوی 7% میگه شوخی داری. به این دلیلم که از کمپانی ها رفته، مسئولیت دارن، بله، مسئله پولشان که از استاد است، بله، بالانس است و مالیات بسیار، یعنی بسیار یک چیز ناچیز میپردازن. ولی سنگاپور هم که است، از نگاه امنیت در دنیا امنیت به مثال هست و از نگاه تراکنش مالی در دنیا از ببرهای سه ببری که در آسیا است، حتی تایوان، چین، ژاپن بیشتر مطرح است. و گذرنامه سنگاپور سال 2024 172 173 کشور شما میتونید به این گذرنامه سفر بکنید. ژاپن سال پار بود، امسال سنگاپور. و تکسیشن مالیات و حساب تجارتی سنگاپور 7% نیست، میفهمین چند است؟ 5% است. و مالیات شخصی 0 است. یعنی واقعا جایی است. سنگاپور هم میفهمین جنت است، نزدیک مالزی و اندونزیا هست و استعمار هم اونا هم بوده، مستعمار بریتانیا بوده، ولی فیلند هم که از در قیمیت بخش است از مالزی هست. دوستای عزیز، این بود. ما نظام اقتصادی سنگاپور برگزیدیم به خاطر خیلی خیلی جالب هست و خیلی دیگر ممیزات داره. حالا وقتش نیست، ما در دیگر سامانه اجتماعی به شکل بسیار ویژه و به شکل بسیار ریزه این مسئله تحت کنکاش و مداقه قرار دادیم و دوستان را فهماندیم که چرا ما نظام اقتصادی ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید نظام سنگاپوری انتخاب کردیم، چرا یک کشور دیگر انتخاب نکردیم. و طبیعتا نظام اقتصادی بازار آزاد مطلق ما عنوان کردیم به مکتب خود آدم اسمیت بزرگ از بر میگرده. دوستایی که در تیوری های آدم اسمیت در بخش اقتصادی باور دارن و دیدگاه هایشان رو میفهمین که خیلی خیلی جا افتاده است. یعنی پیرادایم شیفت یا دومیننت فورس است، یعنی قرائت غالب هست. اندیشه هایش دنیا را که است بمون بانک ها مبنی بر اصول پایه های آدم اسمیت که است، با وجود نقد های وجود داره ولی خوبی هاش بیشتر از حساب آشفتگی هاش است. این بود نظام اقتصادی ما. و بعد از او ما پیرامون دو چیز دیگه هم صحبت میکنیم کوتاه و بعد از او خداحافظی میکنیم. هر دوستی که پرسش داره، قلقله اینجا نیست دوستا، ما کار میکنیم، گذشته گرایی هم نیست اینجا، این باشگاه کار است که ما بگیم والا با ما فکر میکنیم انشالله خراسان، امیدوار هستیم به خیر خراسان نامش برگرده. نه 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 برادر، امید در جیبت بون، این باشگاه هم ترک ما و خراسان ساختیم، دو سال میشه و امروز به گفته دکتر پدرام فرامند قوی شده. شما اگر این را جدی نگرفتین، آره خراسان شما را جدی گرفته، در پشت دروازه هایتان آمده. درفش کاویانی امروز به کلیشه، امروز به هر رو به هر رو خیلی جا افتاده. امینجا من توقف میکنم فقط کوتاه. دوست ما که تخصصش که هست و حساب عقلای هوشمند است، ما بحث داشتیم که چرا دولت فدرال بالای عقلای هوشمند که از سرمایه گذاری بکنن. گراند خراسان عزیز، اگر بیای بالا دست بلند بکو، من برایت فرصت میتم بیا صحبت بکن. چرا ما مثلا بودجه را بالای عقلای هوشمند مصرف کنیم؟ Artificial Intelligence سورا یا دل، این سه پدیده است که فعلا در دنیا نامده. فقط سورا آل آمده و Artificial Intelligence هست و شما درفش کاویانی را با همون که از تنظیم کرده میشه بالا بیاین. بله ریکوست دادن، من ریکوستانت از چی بکنم. بیاین صحبت بکنین دوست عزیز من و به مردم بگوین که چرا ما بودجه را تخصیص برای شما بدیم. بفرمایید. سلام و عرض ادب احترام خدمت همه خراسانیان عزیز.
انشاءالله که هر کجای از این کره خاکی که هستین خوب و سلامت و سربلند باشین. جناب استاد تشکر از معلوماتی که در مورد خراسان بر ما دادین. بسیار سپاسمند هستیم. به معلومات های کلی ما اضافه شد. سلامت باشین. استاد ما دوستای عزیز ما میخواییم در مورد اپلای هوشمند یا هوش مصنوعی کمی معلومات براتان بدم، چون که هوش مصنوعی داره به صورت نور در حال حرکت است و داره دنیا را تسخیر میکنه و ما خراسانی ها نباید از این قافله عقب بمانیم، نباید پس بانیم. فرض مثال اگر 25 سال قبل کسی برای ما میگفت که تو میتونی از ایالات متحده خراسان به ایالات متحده امریکا یک کسی را ببینی با تصویرش و با او صحبت کنی، ما شاید بالای از او تمسخر میکردیم و میگفتیم که یاوگویی میکنه. ولی امروز ما شاهد از این هستیم که با بسیار تکنولوژی پیشرفته امرایشان از یک مملکت به مملکت دیگه تصویری داره میبینیم، فیزیکی از حال احوالشان با خبر میشیم و هیچ مشکلی هم نداره. و از و از این رو اپلای هوشمندان در حال توسعه است، در حال پیشرفت است. ادامه بده. بله، ما صدای خود دوباره شنیدم. ادامه بده. بله، در حال پیشرفت است و ما نباید از این قافله عقب بمانیم. ما یک خواهشی که از خراسانیا داشتم که اگر یک دقیقه را وقت اضافگی پیدا میکنن در روز، باید در مورد اپلای هوشمند مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن که مبادا ما از این قافله عقب بمانیم و باید معلومات خود داشته باشیم. قبل از اینکه استاد به سوال شما بیایم، ما باید از هوش مصنوعی یک تعریف داشته باشیم که هوش مصنوعی چی تعریف داره، و دوم انواع هوش مصنوعی را براتون میخوایم بگویم، و سوم یکی از برنامه های بسیار مهم که به نام سورا است را براتون معرفی کنم که چی وظیفه داره، چی اهمیت داره، و در آخر یک دولت ها چی نیاز داره برای اخلاق هوشمند ایرام سرشان بحث میکنم و در موردش براتون اطلاعات میدم. البته اگر کمی و کاستی بود دایی، چون ما به بسیار مدت زمان کوتاه تانستم آمادگی خود بگیرم و انشالله در برنامه های بعدی، در برنامه های آینده براتون مفصلتر و بهترتر و آنفهمتر براتون تشریح خواهد کردم. هر سوالی که داشتین در مورد عقلای هوشمند انشالله ما در خدمت هستیم. اول از هوش مصنوعی یک تعریف می داشته باشیم. کوتاه‌ترین مجموعه از فنون و تکنولوژی هاست که به کامپیوترها و سیستم های مخابراتی اجازه می دهد تا وظایفی را انجام دهند که نیاز به هوش انسانی دارد، مانند یادگیری، تفکر، تصمیم گیری و حل مسائل. این تعریفی از هوش مصنوعی بود. و نوع هوش مصنوعی، دوستای عزیز، یکی ما نوع هوش مصنوعی داریم، یکی ما برنامه های هوش مصنوعی داریم که این چیزا با هم نباید مغالطه کنیم. نوع هوش مصنوعی، ما چهار نوع هوش مصنوعی داریم که عبارت از هوش مصنوعی ضعیف، قوی، محدود و عمومی است. هوش مصنوعی ضعیف چی است؟ هوش مصنوعی ضعیف به محدوده مشخص از وظایف محدود می شود، مانند تشخیص الگوها با پردازش زبان طبیعی. این هوش مصنوعی ضعیف است که یکی از مثالهای از او میتونیم همین جاروبای برقی خودکار که مثال بزنیم که اینا فرض مثال خانه را جاروب میکنه، پس میره دمو جایی که شارژرش هست همونجا موقعیت میگیره. این هوش مصنوعی ضعیف است که ما در بسیاری از خانه های خود داریم از این استفاده میکنیم. و دومش هوش مصنوعی قوی است که توانایی انجام وظایف پیچیده تر و شبیه به هوش انسان را دارد، که از جمله تصمیم گیری در شرایط پیچیده و نامعلوم. این میتونه در شرایط بسیار پیچیده و نامعلوم در مسائل هندسی، مسائل کودنویسی بر ما کمک کنه تا بتانیم مشکلات خود رفع بسازیم. سوم، هوش مصنوعی محدود است دوستای عزیز. هوش مصنوعی محدود چی است؟ که توانایی مشخص در حل مسائل خاص داره. این محدود شده در مسائل خاص، مثلا در یک حوزه خاص از پزشکی یا حوزه خدمات مالی. این محدود شده بینمی هوش مصنوعی محدود. و چهارمش هوش مصنوعی عمومی داریم. هوش مصنوعی عمومی توانایی انجام وظایف مختلف و گسترده تری را دارد و می تواند در انواع مختلفی از وظایف عمل کرد کند.
هوش مصنوعی محدود با عمومی ای است که هوش مصنوعی محدود یک وظیفه را انجام میده، ولی هوش مصنوعی عمومی تمام وظایف که از قبیل پزشکی، حوزه خدمات، نمیفهمم ساخت ساز و هر آن وظایفی را که انسان ها انجام میده تمامش میتونه او را هوش مصنوعی عمل کرد کنه. و تاثیرات هوش مصنوعی در جهان چیست؟ هوش مصنوعی تاثیرات گسترده‌ای در جهان داشته است. این تکنولوژی تحولات بزرگی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده، از جمله صنایع، بهداشت، حمل و نقل، مالیات، آموزش، محیط زیست. و همچنین هوش مصنوعی ممکن است چالش‌های مانند ایجاد نابرابری‌های جدید، از بین بردن اشتغال و حفظ حریم خصوصی را به همراه داشته باشد. و همین قدر که این هوش مصنوعی فایده و فواید خودم داره، میتونه اگر نادرست ازش استفاده شود میتونه که بر ما خطرناک باشه و چالش بر ما ایجاد کنه. در مورد برنامه سورا میخوایم یک چند کلمه براتون بگویم. دوستای عزیز، سورا یکی از برنامه های است، یکی از وظایف سورایی است که تولید متن به ویدیو، یعنی هر آن چیزی که در ذهن ما میگرده، هر آن چیزی که در ذهن ما، در تخیل ما است، میتونیم او را به متن در بیاریم و اون متن سورا میتونه به ویدیو تبدیل کنه. ما بسیاری از اپلیکیشن ها داریم که متن به ویدیو تبدیل میکنه، ولی به اون اندازه که سورا با کیفیت فول اچ دی تولید میکنه این برنامه نمیتونه. کو برنامه یکیش پیکا است و دیگهش رنوی. پیکا فقط بر ما 3 ثانیه یک ویدیو، یک انیمیشن می سازه. رنوی 4 ثانیه می سازه. از پیکا که ده خوبتر است، ولی هوش مصنوعی سورا می تانه که 60 ثانیه بر ما یک ویدیو را بسازه و همچنان می تانه تصویر به ویدیو تبدیل کنه و همچنان می تانه که ویدیوی ناتمامه تکمیل کنه، ادامه ویدیو را. فرض مثال من یک ویدیو از یک برنامه گرفتم، متباقیش در ذهن ما است، من میفهمم که چی شده، نصف برنامه را من میندازم یا نصف مو فیلم من به سورا میتم و میگم بعد از اینی قسم اتفاق میفته و اینی موضوعات اتفاق میفته در این ویدیو، او را برای من دوباره ادامه ویدیو را میسازم. و یک وظیفه اصلی سورا چی است دوستای عزیز؟ وظیفه اصلی هوش مصنوعی سورا به عنوان یک شاخه از هوش مصنوعی، تقلید عملکرد مغز انسان در پردازش اطلاعات، یادگیری، تفکر و تصمیم گیری است. این به معنای توانایی ارائه رای حل های هوشمندانه به مسائل پیچیده، تشخیص الگوها، روابط در داده ها و انجام وظایف هوشمندانه با استفاده از الگوریتم ها و تکنیک های الهام گرفته از عملکرد مغز انسان است. به طور کلی وظیفه اصلی هوش مصنوعی سورا 5 چیز از دوستای عزیز: تحلیل داده ها، یادگیری، تفکر و استدلال، تصمیم گیری، تعامل با محیط. و به طور کلی هوش مصنوعی سورا به دستیابی به سطحی از هوش و هوشمندی مشابه به انسان در انجام وظایف مختلف میپردازد. یعنی کاملا میتونه که مثل یک انسان رفتار کنه، مثل یک انسان تحلیل کنه، تجزیه کنه و حتی بالاتر از عقل انسان میتونه تحلیل و تجزیه داشته باشه در مسائل مختلف پیچیده. حالا میایم استاد عزیز، دوستای نهایت عزیز، سر از این که دولت چرا ضرورت داره، دولت ها چرا به هوش مصنوعی، چرا به آرتفیشل اینتلیجنس ضرورت داره و چی به درد میخوره؟ آیا دولت ها میتونه از این استفاده کنه یا این فقط بر مردم خاص است؟ همینطور که هوش مصنوعی در حال توسعه است، دولت ها می توانند از آن برای انجام وظایف مختلف استفاده کنند، از جمله بهبود خدمات عمومی، استفاده از هوش مصنوعی و مدل های آن برای بهبود خدمات مانند درمان سلامت، آموزش، حمل و نقل عمومی و غیره می توان استفاده کنند. دومش مدیریت منابع بهینه، استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، مدیریت منابع آب و غیره. سوم، پیش بینی مشکلات و رفع آنها.
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی برای پیش بینی مشکلات مانند بحران های طبیعی، بیماری‌های اپیدمیک و غیره و اتخاذ تدابیر پیشگیری. یعنی میتونه که بر ما تدابیر بگیره که از پاندمی های مثل کرونا، مثل ایبولا و دیگه امراضی که قرار است به جان بشریت بیایه، میتونه ایره پیش بینی کنه و تدابیر بگیره. که ما مثل کووید 19 یا کووید 19 واره دست پاچه نشیم و به اقتصاد جهانی صدمه وارد نشه. چهارمش تقویت امنیت است. استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای مشکوک در امنیت سایبری، پیشگیری از تهدیدهای امنیتی و مبارزه با جرم و جنایت است. و پنجمش ارتقای تصمیم گیری های سیاسی. یعنی حتی میتونه در سیاست هم بر ما تصمیمای ما را ارتقا بده یا ما بتانیم بهتر تصمیم بگیریم در سیاست داخلی خود، سیاست خارجی خود و در دولت میتونیم ازشون استفاده کنیم. از تحلیل داده های هوش مصنوعی برای ارائه پیشنهادها و راهکارهای بهبود سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولتی است. ششمش تسهیل در ارتباطات و خدمات مردمی است. استفاده از هوش مصنوعی در ربات‌های گفتگو و سامانه خدمات مشترک برای اطلاعات، پاسخ به سوالات و رفع نیازهای شهروندان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است. هفتمش افزایش شفافیت و شفافیت. استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های عمومی و ارائه اطلاعات به شهروندان، رسانه‌ها برای افزایش شفافیت در فعالیت‌های دولتی است. ما می‌توانیم از هوش مصنوعی به خاطر شفافیت دولت خود استفاده کنیم. و هشتمش بحران مدیریت است که استفاده از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های صریح در زمان بحران، پیشبینی و اتخاذ اقدامات فوری برای کاهش خسارات و حفظ امنیت شهروندان است. ما میتونیم از هوش مصنوعی قسمی استفاده کنیم که اگر کدام آفت طبیعی یا پیش از این که انسان بس بکار شود یک مدت زمان گیر است، ولی هوش مصنوعی با نمو ربات هایی که ما داره میتونه به زودترین فرصت خود به محل برسانه و برای شهروندا از جان و مالشان حفاظت کنه. همه این استفاده ها نشان از این دارن که هوش مصنوعی میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در دسترس دولت ها برای بهبود کارایی، امنیت و رفاه اجتماعی استفاده شود. و در اخیر دوستای عزیز، یک دولت ضرورتش را گفتیم که چی ضرورت داره. یک دولت یا حکومت چقدر باید برای هوش مصنوعی بودجه تصویب کنه؟ مقدار بودجه مورد نیاز برای هوش مصنوعی برای هر دولت و حکومت ممکن است متفاوت باشد. به عوامل مختلفی از جمله اندازه و نیازهای کشور، توسعه فناوری در آن کشور، اولویت‌های سیاست‌های عمومی و توانایی مالی دولت بستگی دارد. معمولاً دولت‌ها برای توسعه هوش مصنوعی بودجه قابل توجه اختصاص می‌دهند که شامل هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه، آموزش، تجهیزات فنی، ایجاد زیرساخت‌های فناوری و همچنین استخدام کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی می‌شود. در همه موارد تخصیص بودجه باید با دقت انجام شود تا بهینه‌سازی منابع و دستیابی به اهداف مورد نظر دولت در استفاده از هوش مصنوعی ممکن شود. یعنی به این معنی دوستای عزیز که باید یک دولت متوجه از این باشه که آیا از هوش مصنوعی چه رقم استفاده کنه، چقدر بودجه باید تصویب کنه که بتونه از هوش مصنوعی به شکل درست و به شکل ای که برای رفاه مردم باید از هوش مصنوعی یک دولت استفاده کنه، نه برای سرکوب. دوستای عزیز، من همین قدر آماده گرفته بودم. انشالله برنامه های بعدی ما بیشتر آمادگی میگیرم، بیشتر براتون در مورد هوش مصنوعی معلومات میتونم و کوشش میکنم که همه خراسانیان تشویق کنم که درباره هوش مصنوعی باید بخوانن، از قافله جهانی عقب نمانن و باید سواد هوش مصنوعی ما باید داشته باشیم. تشکر. در خدمت هستم استاد عزیز، سوالاتی باشه. بله، گراند خراسان یا خراسان سترک، ممنون از این معلومات خیلی ویژه و ژرف و نوگرانه و پس و ساختارگرانه، واقعا لذت بخش بود برای من. من در این مورد خیلی خیلی عاشقانه که از مطالعه دارم و هر روز با سورا، با دل و
و با عقلای هوشمند که از پهلوانی داره ما بازی میکنم. و این فرتورای را خود طراحی کرده ای واقعا جانانه هست. یعنی انسان یعنی از فرط خرسندی و شادماری میشه که اینا را در آغوش بگیره. و مسئله 3D و اون برنامه های متا مارک زوکربرگی هم واقعا حقایق مجازی یا ورچوال ریالیتی هم بسیار جانانه هست که دیگر شما میتوانین که برادرتان، همسرتان، دوستتان از انترکتیکا در آغوش بگیرن و احساس بکنن که در آغوش تان است. خیلی بس های جانانه هست و خیلی برنامه هایی هست که دنیا اونا را تطبیق میکنن. من شما را به این خاطرم که در تیک تاک و در باشگاه هم گفتم که یک آمادگی بگیریم. به این دلیل سنگاپور بسیار نزدیک به قلب است، همینگونه سوئیس هم من دوست دارم و در این دو کشور خیلی تحقیق کردیم و سفر هم داشتیم به سوئیس. سال 2019 دو مقاله علمی هم تهیه کردیم. سنگاپور هم انشالله انقریب بیاری از دانستور فرصت بیافه میروم. اونجا یکی از اعضای پارلمان بخش فکر میکنه مالیات سنگاپور بود، سال پار یک صحبت داشت که چرا دولت سنگاپور باید از بودجه تخصیص بده. بودجه سالانه برای خود عقلای هوشمند چند میلیارد دلار آمریکایی بود. سنگاپور یک کشور بسیار مرفه و پیشرفته از نظر اقتصادی، هیچ مشکلی هم نداره. ولی گپایش یک رقم جدی نگرفتن، مثل گپای ما و شما را در ایالات متحده خراسان جدی سال پیش نگرفتن. حالا مجبور هستن در پیش دروازهایشان آمده. ولی امسال که صحبت کرد همه که از به پای خیستن و قانون تصویب شده و قانون در سنگاپور اجباری شده. یعنی هر شاگرد مکتب از این که مثلا تخصص در فناوری داره، تخصص در مثلا کیمستری و بیولوژی و ریاضیات اینا داره و باید هم کسی یک شهادتنامه یا گواهینامه در مغزای هوشمند هم داشته باشه. این یک قانون شده در سنگاپور. یعنی به اهمیت این پی بردن. چون ژاپن وقتی که سورا را آورد، سورا به زبان ژاپنی آسمان میگه. یعنی هیچ محدودیت تا آسمان تا سرایاها هم نیست برای فکر انسانیت، برای خلاقیت، ابداع و پویایی خلق فکر انسان. من چون بخشی از کارکردهای ما دماغ انسان هست و مایندست، ذهنیت انسان است، در این مورد سالها من تمرین دادم و کلانترین کمپانی ها در سراسر گیتی خیلی آشنایی داریم و در این مورد خیلی کورس ها دورات هم گرفتیم که مغز انسان چقدر قدرتمند است. اگر ما توانایی های این مغز را درک بکنیم، زمینه دو پاره می سازیم. خیلی قدرتمند است این مغز. به این دلیل هم که هست آلا در سنگاپور اجباری شده. من فکر میکنم و این باور کلی ما هست سال 2030 همین گونه که همه چیز مجازی شده و میره و بسبب آنلاین میشه، حتی پول هایی که مثل بیت کوین، دوچ کوین و ارزهای دیجیتالی هست، همه قابل نقل دیگر نیست. همه چیز که هست مجازی است. دولت ها مجازی شده. ما حکومت های مجازی دارن به نام یعنی حکومت های مجازی، virtual government. و شما میبینید در بریتانیا اکثریت مطلق برنامه های حتی صحت عامه امروز که هست، یعنی روی آرویی نیست. یک پوزش برای شما میگه که میشه اما فیس کال بکنم، هم برای شما صحبت بکنم کجا مشکل در کجا هست. تا وقتی که مشکل بیشتر باشه باز شما رو میتونم پوزش کنجا دعوت بکنه. تا سال 2030 من معلومات دقیق ارقامی دارم که همه چیز که هست دیگر قابل نقل نیست، همه چیز باید مجازی شود. به این دلیل هم ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید و تمام خراسانی ها، ما در اون تمرین گذشته ما هر خراسانی باید متشبث شود ایران نوشته بکنه. هر خراسانی که هست باید کارفرما شیره نوشته بکنه. هر خراسانی باید از اقتصاد، یعنی آزادی های اقتصادی خود بگیره، باید نوشته بکنه سرش کار بکنه. این فقط در حد شعار ملا سیاف و ملا فلان واره نیست، این در حد کار است که ما برای کار کردیم و نگرش ایجاد کردیم. هر خراسانی از گاه اقتصادی اگر آزادی اقتصادی آخر گرفت نگرفت، دستش پیش کسی پیش بود، به ایمان هر کس نان داد و انعام داد. امروز بسیاری از مرتزقینی که در سامانه اجتماعی میان، حتی در این مای سپیس ها میان،
و دلیل این که یک 2500 400 1000 که براش یک آیفون کسی میته از اون که از پیروی میکنن. و همچنان در تیک تاک هاش من 80000 یورو مصرف شد به دلیل که 4 دانه پودری 4 دانه مرتزق جمع بکنن و پارسی ها پارسیوان ها و خراسانی ها و تاجیک ها و ما را حقارت بکنن، رهبرای ما را حقارت بکنن، جایی را نمیگیرن. اون پلای افغان ملت خوردن، حالا خود افغان ملت کس میکوبن. پس به این معناست دوستای عزیز، اقتصاد 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 همین گونه آگاهی آگاهی آگاهی. من میگم اقتصاد اقتصاد و اقتصاد. سر مسائل اقتصاد در خراسان ما خیلی کوشا هستیم. هر کس آمد از زمان امیر عبدالرحمن قلقله کرد، کلمنار ساخت، آدم کشت و هیچ کسی در مورد اقتصاد کس بحث نکرده، چون نمیفهمن. کسی اقتصاد نمیفهمه، کسی که عقلای هوشمند نمیفهمه، کسی که نظام سازی و دولت سازی و ملت سازی رو نمیفهمه، چرا باید صحبت بکنه؟ کلش عوام فریبانه از چادنانه روشن فکری که در بنفیت افتاده هن و امروز که هست یعنی جیب دولت ها را که هست پاره کردن میان قلقله میکنن. دین در خطر است، من نمیفهم این در خطر. دین هیچگاهی در خطر نبوده. دین هیچگاهی چند میلیارد مسلمان داره و دین حفظ میکنن. زبان پارسی در خطر است، تاجیکا در خطر است، ازبکا در خطر است، هزارا در خطر است، ناموس من تو، ادبیات من تو، دانشگاه های من تو، مردم موت در خطر است. اسلام در کجا در خطر است؟ اسلام قوی ترین دولت دینی است که به میلیارد ها انسان از او حفاظت میکنن. اینی مسائل کس نامده بگویه که برادر ما مشکل اقتصادی داریم. امروز مردم گرده های خود چرا میفروشه؟ هیچ کس نامده. امی بودیجه، حتی فرهنگ بودیجه را کس نمیفهمه چگونه ما تنظیم بکنیم. پاو با گردن بس است بگفته پنشیری ها. یعنی چی؟ شما میبینین که از وال استریت نوشته میکنه، میگوید فاینانشال تایم میگوید کشوری که ثروتمندترین از منظر منابع است ولی فقیرترین از منظر ذهنیت است. ما کشور فقیر با ذهنیت های خیلی، کشور ثروتمند با ذهنیت های خیلی فقیر، تمام هم غم یک ربر در خشتکش جیبش فرجش است، دهنش فرجش جیبش است. من زنده، جهان زنده. یک کتاب سوره ما در تمرین های گذشته هم که از طریق تیک تاک صحبت کردیم، چرا کشورها سقوط میکنن؟ نه، چرا ملت ها سقوط میکنن؟ Why nations are failing؟ دو دکتوری که هر دوش از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل پی اچ دی دارن، کتابشان از کچولو هم بیشتر فروخته شده و و و و پرفروشترین کتاب در تاریخ علوم سیاسی و روابط بین دولت بوده. اون کتاب رو بخونین دوستا، چرا ملت ها سقوط میکنن. اون میگه به دلیل وقتی قدرت انحصاری میشوه، نه به حساب مردمی، یکی ما انحصاری داریم و یکی دیگه که از مثلا ملی داریم. قدرت ها که انحصاری میشه، مثل قذافی، دولت قذافی که من اونجا 8 سال درس خوندم لیبیا، در به قذافه و قوم قذافه تعلق داشت. یا مثلا مصر حسن مبارک، یا تونس، یا همین گونه که از نظام های افغانیه و افغانیزم و افغانیت لجام گسیخته و هوچیگر پرموچه و همچنان شلیخته که از همیشه در دست یک قوم بود، یک دغه آمده که از قدرت گرفته، اون قدرت که است ما بین خود تقسیم کرده. من زنده، جهان زنده. 40 سال یک انسان مفلوک و یک انسان خبیث به نام ظاهر شاه آمد، هیچ کاری هم نکرد. 40 سال هدر رفته، ما هیچ کاری هم نکردیم. در رسی یک تبار وقت قدرت میلمه و اونم خلاقیت نداره و آخرش هم کس رهبرشان یک آدم هوچیگر پرموچه و شلیخته میشوه به نام ملا هبت الله. امروز ما باهاش میپردازیم. من از تمام خراسانی ها خواهش میکنم، التماس میکنم که برای جیبتان کار بکنید، که دیگر رهبرها از شما به آسادگی استفاده نکنن. یعنی یک آیفون درباره من نوشته کن. مگر ما فیسبوک چلاکی نداشتیم 21 سال ما را در بدر کردن؟ یک بچه جوان دانشگاهی در فرق یک تاجیک دیگهش میزد، از تاجیک خلاص شد، از ازبک، از هزارها در فرق تاجیکا، تاجیکا در فرق هزارها، به دلیل این رهبرای هوچیگر پرموچ شلیخته و فاحشه های سیاسی شوربختانه. برایم دگنه یازلت، برایم بچه ها دخترها، برایم از این بس است. برایم خودتان که هست حداقل پاره تایم، پاره وقت، پول پیدا بکنین و مسئله سرمایه گذاریش آغاز بکنین از یک جایی.
برین که از یک فرم مرغداری جور بکن، من در این برای تمرین هم دارم. برین کتاب نوشته بکنین، کتابایتان بفروشین، کتاب چه نوشته بکنین، قرآن کردان شعرتان بفروشین، اندیشه هایتان بفروشین. نیو اکانومیک معنایش همین است. شما نیاز ندارین کپیتال داشته باشین، شما نیاز دارین دماغ داشته باشین و دماغتان بفروشین. من نمونهشان تیک تاک هم میتونم. تیک تاک بدن فروشی است، تن فروشی است و شرمگاه فروشی است، شوربختانه توسط انمی اوغان و ملحق به اوغانی است. ولی در تیک تاک بعضی ها سندیش های خودم میفروشه. یک گلدوز است، میگه من گلدوزی میکنم، مردم به هزاران نفر میبینن گلدوزیش میخرن. مثلا یک سراینده است، آهنگای خودم میفروشه. یک شاعر است، شعر خودم میفروشه. یک خلاق است، خلاقیت خدا میفروشه. مثل این دوست ما که در مورد مغز هوشمند، این میتونه تمام نواره ها و تمام فرتورها و تمام برنامه هاشون بسیار به یک پول انگوب بفروشه. دوستای عزیز، تایلو پسم اگر نیو اقتصادی معناش این هست، شما مشکل دوست عزیز، لطفاً اینه میال دست بکار شوید. 50 سال هستن، بگن در 50 سال من $50,000 دارم، $5,000 من دارم. اگر ندارم، والله بگفت انگلیس ها there is something wrong. بازبینی بکنین که در این 5,000 شما در اکانت ها نداری. 50 سال هستن، وحشت هست. 18 ساله که 5,000 2,000 3,000 در اکانت شما وحشت است. باید کار بکنه. ما را کس متوجه نساخت. اسلام در خطر است. رهبر، او بحران رهبری داریم، بحران رهبری داریم. من نمیفهمم چرا هر کدام ما رهبر نشیم، هر کدام ما رهبرگونه فکر نکنیم، هر کدام ما رهبرگونه تصمیم نکنیم. منتظر یک نفر دو نفر بودیم، همه چیز به گند کشیده شده. دوستای عزیز، در نظام کنونی در جهان ما تو زندگی میکنیم، هر کس که از حق شهروندی داره خودش باید رهبر شود، خودش باید مسئول شود، باید حرکت بکنه. مسئله فردگرایی قداست داره، گلگیرایی گوسفندی زندگی رفته، معنا نداره. بیایم دوستای عزیز، واقعا ایالات متحده خراسان نه تنها یک دولت هست، بلکه یک دانشگاه هم هست. امروز هر کسی از این خراسانی ها بالا میان، رهبرگونه صحبت میکنن، رهبرگونه تصمیم میگیرن و رهبرگونه کس هدایت میکنن. دوستای عزیز، تمام ثروات مادی و معنوی ما به فنا برده شد. اونمو کسایی که تعهد کردن برای ما دفاع میکنن، حتی رئیس دفترهای خودم که در پشت دروازهایشان من آمدن با فامیلاشان، پول دارن در نعمت و در بحبوحی از نعمت هر کدامشان زندگی میکنن. ما و شما را کس ایلا نکردن، یتیم گونه نشدیم. همه ما که از بسیاری از جوانان ما از بین نرفت. ببینین از منظرگاه آسیب شناسی تاریخی نمیافت اتفاق افتاد. ما گذشته گیرایی نمیکنیم، زجه گیرایی ناله هم نمیکنیم، ولی میآموزیم. دوستا، گذشته جای بسیار خوبی است برای رفتن، ولی بد جا است برای زندگی کردن. از گذشته بیاموزیم و دیگر اون خطا را که از ما لطفا دیگه تکرار نکنیم. و دوستای عزیز، گلگیرا نباشیم، دنبال رو نباشیم. خود ما باید خلاق باشیم، خود ما باید رهبر باشیم. و برنامه کاری در ایالات متحده خراسان، مسئله رهبرسازی هست، مسئله دوپلیکیشن استنساخ هست، کپی و پیست و بازتولید است. اگر مزنبل 100 مزنبل دیگه نساخت، مزنبل که از واقعا که رفت خدای ناکده، همه چیز سقوط میکنه با مزنبل. رئیس خراسانی دیگر نیست، همه چیز باید سقوط میکنه. اگر رئیس خراسانی باز تولید بکنه در امریکا، 100 رئیس خراسانی دیگر مثلا یک تجارت بسیار خوب داره، یعنی می تجارت و 10 تجارت جور بکنه، مردم صاحب کار بکنه، مردم از مزدورکاری از کارگری بره و کارفرمایی. اینی کاری است که ما تشویق میکنیم و این کاری است که ما، چرا مثلا یک رهبر داشت، چرا 100 هزار میلیون، مثلا در بریتانیا وزیر دفاعش میمیره، ده ها وزیر دفاع وجود داره، وزیر خارجش میمیره، صد ها وزیر خارجه وجود داره، از ما یک نفر ما که میمیره و کل منتظر میباشه. ایبلای کلکانی خادم دین رسول، ایاری از خراسان، بگفته استاد خیلی خیلی وقت وفات میکنه 72 سال ما یتیم میشویم. احمد شامسود سترک و قهرمان ملی خراسان و پیغمبر آزادگان، وقتی که است به شهادت میرسه توسط اوغانیزم، اوغانیت و اوغانوالی سیاف و عبدالله، و بالاخره که امروز ما یتیم هستیم. باز تولید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه باید در وقتش می بود. حالا ما باید باز تولید داشته باشیم. بیاد داشته باشیم باز تولید خیلی مهم است. دوستای عزیز، آیا ما باز تولید داریم؟ هرگز نداشتیم.
هیچ کس نمیخوایم از خودمون بالا بره، میگیم خود ما که از همه چیز انحصار بکنیم. در ایالات متحده خراسان اینمی گونه مزنبل صلاحیت داره، مسئولیت داره، اینمین گونه ای که مثلا گرند خراسان، خراسان سترک است و همین گونه که است رئیس خراسان، همین گونه که بان سودابه ما هست، همین گونه که است رودابه هست، بان نفیسه هست، بان بلقیس هست، صدها بانو و صدها کد بانو و آشوری عزیز است مرد بزرگوار و همین گونه که لومانیس و دیگر بزرگای که اینجا وجود دارن، صادقانه برایتان بگویم که هست یا مسئولانه گپ میزنن، یا مسئولانه که تصمیم میگیرن، یا مسئولانه که هست لیک میکنن. ما دیگه منتظر رهبر نیستیم، هر کدام ما و هر کدام شما که از رهبرای ما هستین. این بود در مورد سورا عقلای هوشمند. گپ آخر ما را میزنیم و باز یک دسته نفر سوال میگیریم، خداحافظی میکنیم. دوستای عزیز، ایالات متحده خراسان دولت دموکراتیک فدرال در تبعید تاریخ 25 امسال، تاریخ 25 تقریبا دو هفته، دو سالگی خود که جشن میگیره. ما میمان ویژه به معنای میمان ویژه نداریم. میمانای ویژه ما گمنامترین شخصیت هایی است که شما اونا را نمیشناسید. اینا میمانای ویژه ما هستن. ولی به این معنی نیست که ما خراسانی هایی که سالها قلم زدن، سالها که از اینجا آمدن که از قلم فرسایی و امروز از داشته های ما دفاع کردن و واقعا که از عاشقانه دوستشان داریم و بی نهایت برایشان احترام میگذاریم و اینا هم هستن، ولی از طریق زوم ما دوستاره که از دعوت میکنیم و لینک زوم برای هر کس که از فرستاده نمیشوه و برای آدم های ویژه فرستاده میشه، سرشان به تنشان بیارزه و خراسانی باشن. شرط اول خراسانی بودن هست و بعد از او ازبک، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی هیچ مشکلی هم نداره، اونجا میتونن که از اشتراک بکنن. رئیس خراسانی، ولی من شما را که از بحیث ملازم اتاق برگزیدم، فکر میکنم که خیر باشه چون بار اول امی رقم سکتگی ها به وجود میایه. تاریخ 25 یک روزی است که تاریخ در او متحول میشوه و تاریخی است که واقعا همه چیز که از اونجا که از تغییر میکنه و ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید دو اعلان بسیار کلان سرنوشتساز تاریخی داره که انشالله خیلی هیجان داریم و اون اعلانات اونجا که از با شما یک جا میسازیم. دولت ما دولت خراسان هست، زبان ما پارسی هست و هویت ما خراسانی هست و این داده ها و داشته هایی هست که طبیعی است و برای ما تعلق میگیره و دیگرهایی که آمدن برای ما لباس کوتاه تنظیم کردن یا تجویز کردن، اونا را ما در دیوار زدیم و شپشگونه هم درش دادیم. دیگه تاریخ 25 دوستا آماده باشین، برای شما لینک فرستاده میشه و زوم و اون پسورد داره، کد داره و کدش هم برای شما فرستاده میشه. داخل زوم میشه و ما دعوتنامه ها را که از تنظیم کردیم. رئیس خراسانی عزیز، به کجا رسید گپای زومتان امروز دیروز؟ هم یک گزارش کوتاه بده. استاد، درود و سلام دوباره و دوستایی که با ما پیوستن. واقعا ما دمی دروز با دوستایی که با زوم بودیم واقعا خیلی عالی گذشت، خیلی آموختیم، خیلی دوستا، چون بر اکثریت دوستا ما با این فرهنگ زوم آشنایی نداشتیم. زوم یک مثلا یک جای وی آی پی است برای شخصیت های هستن که واقعا برای کارکردهایشان یک بسیار منظم مین برای اکثریت ما، ولی خوب است ما خیلی آموختیم و در ضمن بعض نظریات دوستارم در قبال از اینکه در پنجمین در 25 می دومین سالگرد ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید چی داشته باشیم، خیلی نظریات خیلی عالی که ما میتونیم روزانه سر از او کار کنیم. بعض دوستای ما دیدگاه هایی داشتن، واقعا دیدگاهشان خیلی عالی بود که ما بتونیم که یک روز بسیار به یاد ماندنی داشته باشیم. واقعا بسیار نکات مهم درس کردیم، انشاءالله با شما او را شریک میسازیم، او را در متن در آوردیم، باز انشاءالله بر شما میگیم که چی باید بکنیم. دیگه واقعا عالی است، عالی پیش میره و دوستایی که با ما مسئولینه که
یعنی مسئولین بگیم بهتر از این است که برمکی صاحبم بالا بیاییم یکی از مسئولات دمو با آخر گوش داره. برمکی صاحبم برای اسپیکر بسازین که حرفاش داشته باشن. برمکی صاحبم واقعا مسئول بسیار عالی است. برای این باید گزارش صحیح بده. به هر رو اون چیز خبر میبخشن امو دعوتنامه ویژه هم که تصویب کردیم اکثریت مطلق به امو رای دادن، درست است؟ بله. برمکی صاحب شما هم که هست فکر میکنیم دعوت بتین، دعوتنامه بتین، شما هم بار اول فکر میکنم آمدین در تک تاک در بیاین یک گزارش کوتاه بتین که چی کار کردین. این همه شما را انوایت کردین تو هست this person remove the host. خو یک لحظه صبر کن، نه هست نیست با سپیکر. سلام و عرض ادب. صدای ما هست انشالله؟ بله صدایتان داریم، بفرمایید. برمکی صاحب خوش آمدید. سلام، درود و سلام و عرض حرمت خدمت یک و یک هزار اسپیس. مسرت دارم که من هم در جمع شما بزرگوارا هستم، از اویتم تبارم خاک و وطنم سخن میگم، سخنان خیلی عالی و نغز از زمان دوستایی که ایراد سخن فرمودن شنیدیم. اما قبل از اینکه گزارش بدم که چی صورت گرفته یک دو روز، میخوایم یک اشاره کوتاه کنم، برای دوستا که ما یک روز به دنیا آمدیم ولی از بعد و ایجاد نام نسی که بالای خراسان گذاشته ما شده، ما تا به امروز چندین بار میمیریم، به هویت ما تاخته میشه، به زبان ما تاخته میشه، به نام سربلند کشور ما تاخته میشه، با عزت و حیثیت ما بازی میشه. خب اگر قرار به این باشه که معنای زندگی را شما به می اشکال که ما زنده هستیم بگذارین، پس چه خوب است که یک روز با وقار، با عزت، با شرف، با هویت، با تبار، با نام کشور عزیز ما خراسان عزتمند و بزرگ ترک دنیا کنیم. به هر صورتش نیاز داره که ما استاد شویم، صدا بلند کنیم. معنای اصلی انسانی هم همی است که عدالت اجتماعی بوده باشه. غیر از این که عدالت اجتماعی نبوده باشه، پس قانون جنگل دور از شرافت انسانی انسانهای آزاده، برخورد حیوانات بهتر از اون انسانهای است که همه چیز بالای یک تبار خاص تعمیل میکنه. بر صورتش در برنامه زومی که فکر کنم امروز چهارمین برنامه زوم بود، نه تنهایی که ما با اجندا و هدفی بود که ما یک آشنایی کامل پیدا کنیم با پلتفرم زوم یا ما اپلیکیشن زوم که ما چطور بتانیم مدیریت کنیم زمانه و در پولیزی همه خراسانیان آزاده آگاه شوند که چطور حضور پیدا کنند، چطور صدا بلند بکنند. روی هم رفته سر مسائل آجندای اصلیه که بمو امان و تجدید دومین سال تأسیس حکومت ایالات متحده خراسان در تبعید فدرال در 25 می، موارد بسیار درشت و اساسی رویش بحث صورت گرفت که او را دروازی صاحب اگر حضور دارن یادداشت کردن و در پولیزی که یادداشت کردن، انشالله که در بخشای مربوطه همگانی میشه و به سهم کل دوستان رسانده میشه. دیگه گزارش همه قدر بود و دوستایی هم که حضور داشتند اونا هم انشالله شارت لیست میشه تا باشه تفکیک شه با کسانی که غیر حاضر بودن. دروازی صاحب بیا بالا یک گزارش بده. اما ما دو چیز داریم، یکی البته رخ صورت مسئله هست، یکی دستور مسئله. دستور مسئله که به زبان انگلیسی اجندا میگه، گذرا یک بیوی که کدام اجندا رو براش باید صحبت میکردیم، اما را گذرا خیلی گذرا بخوان و صورت جلسه که چی تصمیم گرفتیم
و او رو که است بسیار کوتاه اگر بخوانی. من شما را که است اینجا صاحب صلاحیت کرده میتونی صحبت بکنی. در وزیر صاحب شما، ما برای شما که دعوتنامه فرستادیم، دعوتنامه را که است لطفا قبول بکنین و بیاین گویا را بگیرین و بگوین. فکر کنم مورد ناشنا هستند. به هر صورت من خیال که شما اصرار دارین، من چند مورد درکش هم میگم. موضوع دعوتنامه را ما نهایی ساختیم جناب استاد، به شکل کتمی شاید از 90% بالا نهایی ساختیم و در قسمت سرود ملی صحبت گرفت که چطور ما اندیشه ها و دانشمندان که در یه عرصه در یه عمر کار کردن چطور یک نوار ویدیویی ساخته شود. دوم در قسمت گرداننده برنامه صحبت صورت گرفت، آجندا چطور باشه و همچنان سخنرانان از لحاظ تقسیم بندی زمانی و همچنان اسکیجش که کی اول کی بعدن کی دوم کی سوم صحبت کنن، سر اینی موارد صحبت بس صورت گرفت و یک سری مسائل دیگه هم جزئی بود با صورت گرفت کوره باز چیز میگیرم میخوانم شما در واتساپ گروپا. بعضی موارد کلان ما موکول شد در روز یکشنبه، زوم یکشنبه. برمکی صاحب صدای شما قطع شد و فایق بزرگوار صدای شما نیست متاسفانه. نمیدانم برای دوستان دیگر صدا هست. جاوید بزرگوار صدا هست؟ نه صدا قطع است، از دوستانم نیست، از برمکی صاحب نیست. بله صدا من چی کرده بودم؟ گویای ما بسته کرده بودم. بله تاریخ 12 تاریخی است که ما انشاءالله رحمان از طریق زوم و جدول سازی کردیم. اونجا فقط امو اتاق فکر ما و اتاق فکر و خلاقیت ما دعوت میشه. دیگه اونجا غیر از خراسانی های مطلقی را دیگه کسی وجود نداره و اونجا کسی دیگه نباید دعوت شد، چیزی که پروتکل ماست. و بعد از او که هست تصویب و امون البته دستور اجندایی را که ما شما ترتیب کردیم و صورت جلسه هم که از تنظیم کردیم و بالاخره که از 19 موارد بود برایش موافقت کردیم و هر کس که از مسئولیت گرفت و مسئولیت ها را دوستا لطفا دوباره اون صورت مسئله را بخوانن و خود دستور را بخوانن، دستور مسئله را که ما باید وظیفه خود را بگفته آمش صاحب که از بدون دلدردی و سردردی و شکل منظمش که از باید هست بدون از این کسی را بگه. و من خیلی عاشقانه دوستان دارم به عملگیرایتان، به دقت بالای وقتان، اخلاق کاری که واقعا کیف کردن به این سه روز. معلوم میشه که حالا دیگه اون باز تولید کار کرده، عمیق کار کرده، زیبا کار کرده. برای تاریخ 12 روز یک شنبه دوستا یک روز بسیار مهم برای دوستایی که اونجا دعوت میشون ویژه هست و سر تصمیمات ما نهایش میکنیم و بعد از او بیاری پروردگار آمادگی هام تام خدا تاریخ 25 میگیریم که تاریخ برای همیش تغییر میتیم. من نمیفهمم چقدر خوشبخت از دوستایی که در این تاریخ 25 حضور میداشته باشن. البته منظورم از دوستایی که ما را نمیشناسن و از خراسانی هایی که نبودن با ما، ولی به هر رو و هر کس حق داره میمونای خدا دعوت بکنه و فقط ویژه افرادی هستن، انگشت شمار افرادی که از اونجا انشاءالله صحبت میکنن و کسایی که همیشه برای خراسان مبارزه کردن و برای خراسان مبارزه در گذشته کردن اونا صحبت میکنن. ولی از ما بیشتر اونجا صحبت نیست، قلقله نیست که مردم بیا قلقله بکنن. ما با قلقله و صحبت و گپ هیچ که از دیگه باور ندارم، به دلیل اینکه ما سالها گپ زدیم. 47 فقط ما گپ زدیم، حالا زمان عمل است و ما از دوستانم هم یک دو نفر که صحبت میکنن خواهش میکنیم که بحثاشون بحثای پرگماتیک باشه، بحثای عملگیرانه باشه و اونا هم عملگیرا هم هستن و
ادعای خیلی بزرگ خراسانی دارن و کارم در این راستا کرده. حتما ممنون بازم از دروازی صاحب عزیز، من شما را دعوت کردم اگر باز، چون تمام دوستایم اکثریت دوستایی که امروز آمدن با فرهنگ تویتر آشنایی ندارن. ما باور دارم که بار دوم که بخیر برنامه جور کرده مثل زوم واره آشنایی پیدا میکنه و این آغاز یک آغاز است، نه انجام یک آغاز است. و همین گونه که من در تیک تاک آمدم شما برای من یاد داده دو سال پیش نمیفهمیدم، اکنونم که از نمیفهمم واقعا در تیک تاک رئیس خراسانی مزنبل استازهای مستن و کل شما. حالا تویتر هم خیره استازه یاد میگیرم انشاءالله. مسئله دعوت کردن است، بالا آمدن است، ادمین ساختن است، کوس ساختن، این چیزایی است که به مرور زمان ما یاد میگیریم. تاریخ 25 دوستای عزیز، بسیار بازم مصرار میکنیم، روز بسیار مهم، روز بسیار مقدس، روزی است که ما ساختارهای دولت خود به صدها نفر اونجا دعوت شده و از طریق اونها و رسانه‌ای میشه و مردم که از در جیران گذاشته میشه که ایالات متحده خراسان دولت در تبعید کیست و چیست، چه برنامه استراتژیک و راهبردی داره، برای چی ایجاد شده و اینا کی هستن، مرحله تخصصگرایی شایسته سالاری و روشنگری و بیدارگریشون در کدام حد است، مسئله عملگرایی و اخلاق سیاسی و برنامه کاریشون در کدام حد است و همه چیز اونجا که از روشن میشه و همچنان دیگه برنامه های خیلی خوب دیگه هم داریم و مسئله اصل دیگه من نمیخوایم اونا رو برای شما بگویم، واقعا چیزایی است که ندیدین و کسی ندیده و شاید نشنیده باشن، چون ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید با یک نسل بیشتر جوانگرانه سرکار. این به این معنی نیست خدای ناکرده بزرگایی که اینجا هستن وجود نه وجود هم دارن، ولی هیچ ما تبعیضی ما بین زنها و مردها وجود نداره. در قانون اساسی ما مزدان گرفت که جان برادر کار کرد. من فکر میکنم اینجا پنشیر عزیز شام بالاست و انقلاب عزیز، من خیلی متاسف هستم چون اینجا ما بحث نداریم و اگر خودت کدام پرسش داری در مورد دولت در تبعید ممکن بسیار اجالتاً پرسشتان مطرح بسازیم در باره بودجه، در باره نظام اقتصادیش و نظام سیاسیش و یا این که در باره تاریخ 25 کدام پرسش دارین که ما با کمال میل و همین فکر میکنیم یکی انقلاب عزیز است و گراند خراسان عزیز خیلی شما یا باش از ایجا آقا مزنبل عزیز خیلی شما اگر کدام چیز میگین بگوین، بعد از رئیس خراسانی، بعد از او برمکی صاحب و بعد از او که از گراند خراسان و بعد از او هم میریم به دوست ما انقلاب عزیز نداشت، چون ما واقعا بحث نداریم که تو چی کردیم چی کردم، ما کار میکنیم، ما برای فردا فکر نمیکنیم، کار میکنیم. این بچه ها کلش عملگرا هستن، من با اینا سالها کار کردم، اینا آدم های خیلی اصولگرا، خیلی با تقوا، همیشه صاحب کار هستن، کار یعنی فول تایم کار میکنن و در بخش های گوناگون حتی در بعضی از دولت ها هم کارمند هستن، بیشتر در امریکا زندگی میکنن، آلمان، بریتانیا، سراسر گیتی. اینا یک مجموعه خیلی کوچک ما هستن. انشاءالله در برنامه بعدی ما باشگاه میداشته باشیم و منظم هفته یک بار میاییم و پیرامون دولت ما ایالات متحده خراسان صحبت میکنیم و بیشتر جنبای عملی است. ما اینجا با کسی که از گفتگو نداریم، کشگیر نداریم، تو چی کردیم، چی کردیم، ما کاری را کردیم که در تاریخ خراسان هیچ کس کرده نتوانسته. او را روز تاریخ 25 برای شما بازگویی میکنیم. این که شما در جریان نیست، گناه شما هم نیست، خدای ناکرده، ولی به هر رو ما نمیایم اینجا بحث بکنیم که والا فلانی چی کرد، ما چی کردیم، نه فلانی ها چی کار کردن، ما مزاحم هیچ رویای هیچ کسی نمیشویم، ولی تا کنونی که ما شاهد هستیم کسی یک متن استراتژیک کردن و منشورشان مغلق است، ولی ما که از قانون اساسی داریم، دولت ها قانون اساسی می داشته باشن، قانون اساسی ما در دسترس از دوستا و شما می توانید در خراسان انترنشنال رسانه رسمی دولت ما هست، در اون بارگزاری شده، می توانید بشنوید، می توانید بشنوید، 13 فصل داره، 182 ماده داره، لطفا بشنوید دوستا، یعنی ما را ثبت کردیم، بشنوید قانون ما را بفهمین ما کی هستیم، خواسته های ما دقیق چی است. خواسته های ما خواسته های دکتر لطیف پدرام است. پدرام چه میخواید، ما چی میخواییم، کاملا
یعنی دو رخ سکه در یک یعنی دو طرف سکه پدرام و ایالات متحده خراسان. اگر با اندیشه اونا شما شنایی دارین، اندیشه های ما اندیشه های دکتر پدرامی هست، یعنی خواست نظامی، خواست سیاسی اون خواست ما، با تفاوت هایی که نظام اقتصادی ما وارونه هست و مثلا نظامی ما و بخش های استخباراتی ما و فناوری ما که پیشترم یکی از اعضای ایالات متحده خراسان آمد در مورد سورا و در مورد عقلای هوشمند با این تو آدم ها سر کار داریم. اقتصاددان های ما هم که از آدم هایی هستن که حداقل از یکی از معتبرترین دانشگاه و همین گونه است. اینجا مردم های با سواد است با ما و آدم های هم آمدین، ما کشکش نمیکنیم به هیچ اینجا کسی را ما کش نکردیم و شما را هم که از اینجا دوستایی که نامدین ما به هرگز کشکش نمیکنیم. اگر کشکش کردیم ما دولت داری نمیکنیم، بیبی سیتینگ میکنیم. ما کار ما به بستنگ نیست دوستای عزیز، کار ما امین هست، قرائت های خدا برای مردم میگه، مگه مردم خدا دید میگه اوکی در کجا ما میتونیم کار بکنیم. ما تیمای کامی داره کاری داریم به شکل داوطلبانه کار میکنن. اونمو وظیفه هر فردی که داره، ما امسال داخل خراسان شدنی هستیم، در داخل وزارتخانه ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید، اینا اونمو وظیفه رو انجام میدن. برای ما سواد مطلق مهم نیست، انگیزه و احساس هم مهم است، خصوصا در بخش نظامی و در بخش یگانه هدفمند ما، بخش استخبارات ما. دیگه مزنبل عزیز میشنه مرد بزرگ از شما کوتا و رئیس هم همین گونه میرویم و بعد از او دعایه مجلس هم میخوانیم و سرود ملی هم که اونو مشکل داره بازم باز خداحافظی میکنیم. مزنبل عزیز بفرمایید. زمین درود و مقدرت خدمت همه دوستانی که جدیدن در باشگاه ما حضور پیدا کردن. و صدای شما نیست مزنبل عزیز، نفهم چرا مشکل من است. حالا درست شد؟ خیلی مشکل من است. فکر میکنم کدام نمیفهم چرا من صدای مزنبل نمیشنم. صدای من دارین استاد فایق؟ صدای من میتن؟ بله صدای شما میایه. بله صدای مزنبل هم باید بیاید. صدای مزنبل هم ما داریم مقصد. حالا صدا هست فایق گرامی؟ جالب است. متوجه باشی رئیس خراسان اینجا هم که هست، اوغانا این تیک تاک هست، شما را میتوانم بپرانن. اوغان در هر جا که هست اونمو ولنگاری و هوچیگری و شبگردی خدا که هست انجام میتن. برای در امان ما نیستیم، حتی میکشندتان، میفهمی؟ یک وقت میبینی که بیخی در باشگار بالایتان بسته کرده، باید از امنیت اینایتان خیلی قدرتمند و قوی بسازیم. نمیفهم من صدا خیش از شما را میشنم. بعد از او مزنبل عزیز، مزنبل عزیز یک بار من میفهمم صفحه برای بیرون صفحه برای دوباره برای شو. بله اما تیک تاک کار تیک تاک بکنه خیلی همون کار بکنه بخاطر استاد باید بشنم که چی میگن شما. بله از برمکی صاحب خیلی شما گپایتان رو بزنین تا مزنبل عزیز بله. درود مجدد، ما صرف یک جمله میگم. دوستا استین بر بزنین، از کلبه شرم و گوشگیری بیرون براین که فردا بسار دیر میشه. نشوه که ما و شما به خاطر نکردن هیچ کاری به خاطر ملت ما، هویت ما، زبان ما، وطن ما شرمسار فرزندان خودم باشیم و شرمسار تاریخ هم باشیم. باید آستین بردیم، پشت گپای خرد و کوچک نگردیم. عالی پیام خیلی عالی و جانانه. از شما گرند خراسان عزیز میشنم. ریکوست قبول کنین. شما هم صاحب صلاحیت هستین رئیس. میدونم من نمیفهمم. الله و برادر خودت که هستی خی صاحب صلاحیت هستی که شما درخواست را که هست لبیک بگین. برو همین درخواست برای خودت میکنم. باشه من باید تمرین کنم دیگه استاد، ببخشید. آش کنم که کدام هوچیگر از بالا نهاری شد بسیار ساده بود. رئیس کدام ملا عمری را بالا نیاری که بیای بازی شد شرمگاه مادر شده دهنش میگیره. نه دیگه انشاءالله توجه میباشیم. این تیک تاک واری هم بفرمایید مزم بلازیم. حالا صدا هست فایق گرامی؟ نه حال بیخی صدا هست. عالی است. ضمن درود مجدد خدمت شما و دوستانی که حضور پیدا کردن، جناب برمکی صاحب عزیز و پنشیر خراسان گرامی که در مورد هوش مصنوعی صحبت کردن، واقعا لذت بخش بود و یک برنامه خیلی عالی
گرچه که بعد از خیلی یک مدت طولانی ما و شما در تویتر دوباره برگشتیم و برنامه، ولی ما فکر میکنم خیلی یک برنامه کارشناسانه و زیبا و همچنین آموزنده بوده، چی در بخش هوش مصنوعی و در بخش کارآفرینی و همچنین در مورد ایالات متحده خراسان حکومت دموکرات در تایید صحبت های نخست شما که خیلی لذت بخش بوده و هر باری که من این را تازه بشنوم بارها بشنوم زیبا هست و برای ما امید بخشنده هست. و این که امروز تعدادی از جوانان، تعدادی از بزرگان و تعدادی از مردان سترگ خراسان میان ما و شما استاده هستند، در پهلوی ما و دارن مبارزه میکنن و برای ما هم بیشتر روحیه و انرژی مثبت منتقل میکنن و ما را در راه ما مستحکم تر میکنن، و این که همو عهدی که بس ما را با اون عهد ما بیشتر محکمتر و استقامتر. میبخشی آشوری عزیز، ما برای شما دعوتنامه فرستادم. آشوری بزرگوار بچی آته بیا با استقامت تر می سازن و خیلی زیبا هست که با این جوانان و این مردان بزرگ ما همراه هستیم و همکار هستیم، هم فکر هستیم و داریم مبارزه میکنیم. و پیام ما هم همینن، پیام جناب برمکی صاحب هست برای تمام مردم خراسان و اقوام غیر افغان و افغان و پشتون و پختون و پتان هست که باید از کمر بسته بکنن، آستین بر بزنن و در این راه مقدس پا بگذارن و مبارزه را آغاز بکنن و در این قافله ما را هم همیاری بکنن، در حالی که اگر کسی باشه نباشه این راه را ما پیش می رویم. اگر امروز فائق است و رئیس خراسانی است، برمکی صاحب است و دیگر عزیزان است، فردا دیگر نسل که باز تولید اینمی تیم بزرگ و اینمی تیم کارفرما و اینمی تیم که اینمی راه را ترسیم کرده، در این راه را به منزل می رسانه و به مقصود. دیگر خیلی عالی بود فائق گرامی، من شنونده می باشم از دیگر عزیزان. سپاس از شما، از وقتتان و از این که در این واژگاه ما را هم البته مسئولیت و این که مقدرت خانه را و ملازم داری را دادین. ممنون شما، سپاسگزار هستم. می شنوم از دوستان. ممنون مزنبل عزیز، یک دنیا سپاس و ممنون از شما. و همچنان کس از آشوری عزیز، مرد بزرگی که این مرد کسی بود که درفش مقاومت بلند کرد، گفت که خواهر یک تاجک خواهر من است، مادر یک تاجک مادر من است. گفتین شتر در پشت هر خانه کس پای میزنه و لطفاً هوشیار باشین در کانادا که چند ماه پیش صدای خدا کشید. از این مرد بزرگ درد دیده و غم دیده هم که هست میشنویم کوتاه و بعد از او باز میریم به طرف رئیس خراسانی و همین گونه که هست باز خداحافظی میکنیم. بفرما و شروع بزرگ. درودها نثار همگی خراسانیان عزیز، امیدوارم که لباس عافیت در تن داشته باشید. خوشحال هستم که در جمع شما خوبان هستم و یک افتخار بزرگ است که مدتی است با شما همسنگر هستیم. و من نمیفهم، بسیار وقت درخواست مایک داده بودم، همین مشکل است، تنظیمات تلفنی بود نمیامد و خوشبختانه که تانستم وصل شوم. همچنان در وصل شدن به زوم مشکل داشتم که امیدوارم حل شود. امروز خیلی کوشش کردم. واقعا صحبت ها بسیار شگفت انگیز بود، آدم به پرواز در می آورد. بسیار عالی بود. واقعا شما قوان بلند پروازی هستین که باید همگی یک خراسانی همی قسم باشه تا بتانیم به جایی برسیم و خود باوری را به خود تمرین کنیم. ما میتونیم هر کدام ما کار را انجام بدیم و قطره قطره دریا شویم. و مهم از همه اتحاد ماست دوستای عزیز. فکر میکنم یکی از بزرگترین دلیلی که تا امروز ما بسیار کامیاب نبودیم همین بود که بین ما اختلاف منداختن و حکومت میکردن، اما تکنیک های ظالم های گذشته و مستکبرین استفاده میکردن اوغانوالی. و نمیخوایم به گذشته برم. واقعا باید ما دیگه به قول معروف از ناله کردن و گفتن که در گذشته چی شد باید صرف نظر کنیم. از این به بعد باید قدم به طرفی پیش برداریم و کار کنیم
و ما اصلا به سیاست کار ندارم، خط ما خط دکتر پدرام و جناب دکتر عبدالعلی فایق عزیز هستن و دیگه بزرگای ما، کار ندارم چی تصمیم میگیره، چی میکنه، چی نمیکنه. برای ما هم ولو یک چوب خشک باشه، چی بسا که ما قانون اساسی رو خواندیم و بسیاری چیزهای دیگه شکیده اونجا خودم میبینم و مردم خودم میبینم و یک فرزند هزاره از دایکندی هستم و افتخارم میکنم که امروز یک خراسانی هستم و برای ما بسیار جذاب هستم و یعنی ایده های اینا. فقط من یک نظامیگر هستم، میخوایم نمیخواستم یک دفعه تصمیم داشتم که از مزمل بزرگوار در مورد از یکی از هوش مصنوعی درباره در رابطه نظامی چی کاربرد نظامی داره ای و میدانم کاربرد های فراوانی داره و همچنان تکرار میکنم، ما یک نظامیگر هستم، ما میخوایم که رهبران نظامی که در بین خراسان کبیر وجود داره باید اینا باز تربیه شوه یک بار دیگه، چون شما وقتی یک فرد آگاه و با انگیزه را در یک مسیر قرار میدین، شما یک لشکر را تربیه کردین، یعنی یک لشکر ناآگاه یا مثلا که درک درستی از هدف خود نداشته باشد، او به اندازه هم یک نفر آگاه کاربرد نداره. باید ما یک نفر، شما ببینید یک افراد را که یک انگیزه داره برای ساختن یک سرزمین، برای دفاع از یک مردم، او را در یک مسیری تربیه میکنین آگاهانه، در یک مسیر دی آدمون مسیرش سوق میدین و خودش یک لشکر هستن. و ای را در اینجا سوال نمی کنم چون مسائل نظامی باید اسرارش پنهان باشه و من میخواییم همکاریشان در این رابطه هم و ما دهلیز میخواییم جناب عبدالعلی فایق مدام و راستای کار خود میخواییم که اما کارهای خود شروع کنیم بخیر. دیگه بر همه گیتان آرزوی توفیق میکنم، واقعا عالی بود، صحبت ها مجذوب کننده هستن، واقعا یعنی قوت قلب میده با مردم ما. من میفهمم اونمو کسی که امروز بیرق لباس نغمه را در سر بالا میکنم اونمو برش یک امیدی وجود نداره، اونم بچه که امروز با قلب زخمی در خانه ششته، اونمو یتیمی که پدرش در رای اوغانوالی اوچیگری از بین رفته، اینا همه یا کسایی که در انتحاری یا در گذشته جان خود از دست داده، عزیزای خود از دست داده، اونها همه برشان یک فقط یک راه مهم است، یک انگیزه مهم است و یک دریچه، یک روزنی مهم است که تا اونا خود در اونجا بنداده. و ممنونیم بابت از اینکه روزنی امید به مردم ما ایجاد کردین. تشکر میکنم که بالا آوردین و تشکر میکنم که گوش کردین. تشکر از وسیله مندی شما. بچه آتا ممنون و ممنون از اندوخته های خودت و خودت در باشگاه هم هستی و همچنان که از در اتاق فکرم هستی. خودت نه تنها یک نظامی هستی، یک شهروند هستی، بلکه برار از یک مادر هستی در کنار یکی دیگر تقلا و پرواز و صعود میکنی. من خیلی افتخار دارم که در کنار شما کار میکنم، نه این که شما در کنار ما کار میکنی. احسان عزیز بچه آتا، من برای شما که هست درخواست دادم اگر فرصت داری باز بیا بالا بگپ. احسانم که هست در تجارت هتل داره ولی در تویتر تجربه داره. خیر باشه احسان جان، کل ما یاد میگیریم. دوستا بار اول بعضی ها هست تویتر هم آشنایی ندارن و اینا خیلی مصروف کار زندگی و گپ سخن خود هستن، ولی من درخواست دادم و اگر بتوانی باز احسان جان بیا یک چند دقیقه که از بچه آتا بچه برار صحبت بکو. و همچنان که از محمد داود حیدری، مرد بزرگوار و مردی که سالها به خاطر مردم ما در شهر کابل به خاطر تامین امنیتشان که از کار کرده و پیکار کرده و پدر مزنبل عزیز، دیگه خیلی خوش هستیم که با ما هستن. این مرد بزرگ در تیک تاک ها هم میاد صحبت میکنه، صحبتاش برای من خیلی جذاب است. امید که همچنان که از در برنامه های بعدی ما بیاید و ما از این مرد بزرگ کس مستفید شویم و بیشتر کس بیاموزیم. صحبت از رضایی عزیز، صحبت شما صحبت بکنین مرد بزرگوار و خودتانم، چون خیلی فعالیت دارین و خیلی کارهای جالبی را انجام دادن در دولت ما، در دولت همه ما ایالات متحده خراسان، در دولت در تبعید از شما هم کوتاه میشتم. مرد بزرگوار بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمتی مردی بزرگوار، استاد محترم، مردی با عزتی سرزمینم ایالات متحده خراسان و بقیه اعضایی که
در اینجا همه ما اشتراک داریم، دوری هم جمع هستیم. من یک فردی کوچک هستم در دریای شما که ماشاءالله میبینم آدم های تحصیل کرده، آدم های باسواد، نظامی های بزرگ، درجه بلند در کنارشان. مکی صحبت میکنم، آقین خورسند هستم که در کنار شما بزرگوارا هستم. من یک سرباز ایالات متحده خراسان هستم، یک نظامی در خدمت همه شما. همه که لینگ دیدم، لینگی تویتر که فعال شد، سریفی رفتم تا تویتر خدا فعال کردم، نداشتم، نصب کردم، آمدم خدمتتان. واقعا ما خوشحال هستم که در بین شما هستم. انشالله گپای ما ادامه داره. ما شما گرچی وقت کم داریم که وارد خراسان شویم، انشالله سر برنامه کار میکنیم، در کنارتان هستم، یک جان فدا دیگه. انشالله صحبت های دوستان را میشنوم. ما واقعا که در کنار استاد فایق، در کنار بقیه دوستان که هستم، واقعا وجود افتخار میکنم. ما از قوم ایماق هستم، از بستان فاریاب شهرستان بلچراغ. واقعا افتخار بخشیدین که مرا در کنار خود دارین. بله بله رضایی عزیز، من یک چیز را همینجا اضافه بکنم. مرد بزرگوار و مرد عملگرا، یک چیزی که در ایالات متحده خراسان از او ماش میزاز داریم که بیاریم بگویم ما ولین از آرام یک تا هست، اینه اوزبکار هم آوردیم، اینه یک افغان هم آوردیم، ما نیاز نداریم. باور بکو اینمی بود که ما را به افت مواجه ساخته و اینمی تفننگیرایی و اینمی شعبدبازی شارلتانگیرایی و اینمی دروغ بود که امروز میبینین که همه چیز به گند کشیده شده. مردم در باشگاه، این برادرای ازاره ما هستن، به برادر ازاره چه داده ای تو؟ ها؟ چه داده ای تو؟ در واحدهای پولی ایالات متحده خراسان ماست که از فرتور شهید مزاری بزرگ آوردیم. میخوای نمیخوای گوری پدرت آوردیمش، قهرمان یک قوم هست آوردیم و زبان ازبکی رو که از در شناسنامه اضافه کردیم. مشکل تو چی است؟ علی شیر نوایی با وجود قهرمان ملی تاجیکا و ازبکا هست، ولی این خدا باید ببینه، زبان خدا ببینه، قهرمان خدا ببینه، تاریخ خدا ببینه. امین گونه بوده ما، ولی هزارها قلب ماستن و ما مشترکات داریم. این دروغ است. مشترکات چی داریم؟ اون باید خدا ببینه در دولت، اون باید اقتدار خدا ببینه، اون سمبولای خدا ببینه، اون تاریخ خدا ببینه، اون حس تعلق خوب به شکل ملی ملی که کرزی گفت، غنی گفت، عبدالله گفت، خب همین امروز دیگه می‌بینیم که همه چیز داره به سر همه چیز از بین رفت. ما اون کار نمیکنیم دوستای عزیز. اینجا ما نامدیم بگویم او ولی اینجا بچهای آتای ما ما هستن، ازبکام ما قم... یک اوغان هم آمدیم حالا به زبان اوغانی دقا بقا میگه. ما اون گونه نمیکنیم. اگر میکردیم واقعا وقتم نداریم. تمام برنامه ما عملگرایی است و مبنی بر یک خرد و عقلانیت و روان جمعی است. ما اجنده را ست کردیم، قانون اساسی ما، هیچ کسی از قانون اساسی ما کس یعنی خارج نیست. ما هیچ تباری را کس اکسپل یا خارج نکردیم. هر تبار در داخل خراسان اونمو اهمیت خدا داره، ولی به هیچ عنوان ما افغان که در اجنده نوردیم و در افغان هم در اجنده نمیاریم. من نمیدانم که حالا با افغان زندگی کردن مشکل است، بدون افغان که هست مستعین نگرش مریض ما در دیوار زدیم. قانون اساسی را بخوانید، ما تمام شهروندا اونجا که هست حقوقشان تامین شد، هم اقتدار، هم سیاست و هم اقتصاد. اون سیبه به شکل مستطیل، به شکل افقی و عمودیش که از تقسیم کردیم. به این دلیل هم که از هیچ گاهی درباره این تبار از ما نمیشنویم. بیشتر تمرکز ما برای ازبکا است. حق ازبکا کنون محروم است. هزارها محروم است. تاجیکا محروم است. ایماق بلوچ محروم است. ما بالا اینا صحبت میکنیم. اون کسی که 277 سال همه چیز به گند کشیده، اون باید از برای یک قرن سکوت، یک قرن پوزش و یک قرن غرامت بپردازه.
دقیق امین است رضایی عزیز و صحبت کننده آخرم از گرند خراسان بزرگ میشنویم. استاد گرامی، همونطوری که قبلا یادآوری کردم، دیروز ما رفتم کاویانیای خراسان، با گیتی چاپ کردم، آوردم به در و دیوار، به چهار طرف بیرون و داخل زدم، دیدم. اینا خدا را سرشاهد میگیرم استاد بزرگوار، دوستان عزیز، یک روز دمی 24 ساعت اوغان مردم از گردی اتاق ما فقط دمی گزمه میکدن کسایی که با ما سلام علیک داشتن. خدا را سرشاهد میگیرم که میگفتن که تو خراسانی هستی، اما امروز ایرا در آقیت تبدیل کردی. آقان از ما خفه شدن، بعضی هاش که می آمدن می ششتن چای سلام علیکم بود، امورم از 24 ساعت به این طرف قد کردن. چند تا دوستای فارسی زبانمون که اینجا در کنار ما از ازارام است، ایماقام است، تاجیکام است، ولی بیشترشون تقریبا 90% اوغانا هستن. اونا قطع ارتباط، گرچه من 1.5 سال که در این منطقه زندگی میکنم قطع ارتباط بودن، اما اونا دوستایی که سلام علیک بودن اونا هم قطع ارتباط کردن. همه تاجیکایی که در دور و بریم از فارسی زبان ها، خراسان خواهی ها که است، اینا آمدن آقا تشویق کردن، گفتن برای ما چی کن. ما گفتم بیا این خانه پرپلوا چاپ خانهش پیشیم است، آنقدر بیارم برای تان که کیف کنیم. ما هستیم با اون حدی که بستیم در کنارتان، مثل دیگه امیت یک فولاد ساز هستیم، یک کوی بزرگوار مثل امیت تربند فاریاب ما. استاد بزرگوار مبالغه نشه و کمتر از هندوکش نیست، دربارش دوستا یک سرچ کنن بخونن. آقین ما دیگه انشالله در آینده ای گپای بعدی است انشالله سر صحبت میکنیم، دیگه اینجا صحبت کردن همیشه گپای نظامی را انشالله در خدمتتان هستیم. واقعا ما خرسند هستم، واقعا امروز ما به زون بودیم، واقعا قدی رئیس صاحب خراسانی اینا قدی دوستا، واقعا جای افتخار است. ما با هم کار میکنیم، در کناری هم دیگر هستیم، ما شهروند یک مملکت هستیم. برای ما فرق نمیکنه تاجیک، ازاره، ازبک، ایماق، پامری، نورستانی، گوجور، عرب، بروی، قزلباش، ما همه یک خراسانی هستیم، یک آریایی هستیم، از یک نجات هستیم، یک ملت هستیم. هر کس که در مقابل ما قرار بگیره مثل یمی گرسی آنین در فرقش آمده هستیم انشالله. انشالله به اذن الله. آقا خوشحال هستم استاد گرامی، تشکر کسی وقتی که برای ما دادین. گرچه سواتم زیاد بالا نیست، یکان گفا که از پیشم خطا میخوره بیشار با بزرگوارتان ببخشین. انشالله یک سرباز ایالات متحده خراسان است، میره فراموش نکنین، مرا امتحان نکنین، فقط امر کنین، امر فقط همی برای ما کافیست. یا الله خراسان و پیش. ممنون. قدرت ازبک ها را و قزلباش ها را و این قدرت ایماقای ما را و قدرت نورستانی ها و پشهی های ما را هر کس می فهمه. والله ایج نیاز نیست. شما ثابت ساختین، شما عسکر نیستین، می فهمین؟ شما برادر ما هستین، شما عزیز ما هستین. والله می فهم، من یک آدم بسیار بسیار تعارف خوش ندارم، جدی اوغانا که مرا بد می برن، اوغانا که مرا خوش ندارم، میگن این آدم که از حنفی هم است، آدم که در مذهب ما هم است، یک مشکل داره با اوغانا چپ افتاده. من چپ نافتادم. شما مسئله قانون اساسی را ببینین، بزرگترین انعام برای اوغان ما دادیم، یعنی اوغان از گوسفندیزم شهروند ساختیم و از کارهای روزمره و انتحار انفجار لواتتکاری آمدیم برایشان یک زندگی انسانی جور کردیم و سال دو بار باید از اینا رخصتی بکنن و در آمدهشان هم به مرحله سنگاپور اگر نتوانیم انشاءالله در 2 دهه آینده به مرحله که از سنگاپور می سازیم. یعنی ما چی کار کردیم؟ واقعا این خدمت نیست. کدام اوغان آمده برای اوغان خود خدمت کرده؟ همین گونه که شما گفتین در قانون اساسی ما، عاشوری عزیز بچه ها تگفت قانون اساسی ما را اگر بخوانین، عاشق این قانون، عاشق این دولت نشدین، واقعا که از ما تمام گپای 29 سالی خود پس میگیریم. یک بحثی از بحث ما، بحث های تیک تاکی، بحث های یوتیوبی، بحث های مای سپیسی هست، یکی از متنی هست که اون متن جمعی از دوستای عزیز. قانون اساسی یک نفر نامده که از صورت ترسیم کرده باشه. تا
تمام تبارها که از درون نظر دادن ما بازپرسی عمومی داشتیم 730 نفر حضور داشت از تمام تبارها منفی اوغان، ولی آیا 33 تبار که موافقه بکنه یک تبار نکنه، یا با قلم که از شهروند میسازیم یا تفنگ که از کوهای سلیمان میفرستیم؟ ما تحیز مماشات نمیکنیم، بس است. اوغان اجندا جور کرد، ما را ساخت، ما را در اجندایش آورد، ما مشوره کرد، 277 سال حکومت میکنه غیر از سلاخی و قتل هم دیگر کار کرده. امروز که از 99% درانی ها در قدرت است، آیا به ما اهمیت دادن؟ فقه جعفری را حذف کردین، زبان فارسی را قطعا کردین، دانشگاه را بسته کردین، زنها را کتک قلفی کردین. آیا کسی آمد گفت برای اینها؟ ولی ما یک دولت انسانی و یک دولت پسا ساختارگنا و مدرن و نوین ساختیم. آل اوغان میه مثلا کلاشخی میکنه گور پدرش. برش نیاز داریم؟ نه. 5.7% است. 5.7% است. 34 33 تبار قدرت بیشتر است یا یک تبار مهاجر؟ اینمی است که مردم به اینا که هست میفهمین چی کرده، توجه داده. وقتی که شما به یک تبار مهاجر توجه میتین، آلش اینمی میشود. زمین تا میگه همی بچه های آتم میگن، میگه وقتی به کوچی ها که از کلک دادیم که از چیز میقپن. بله بله، اگر گفتی که اینجا بیار شترهای تا یا گاو گوسفند تا بیار، فردا میگه این سرزمین اینجا از ماست. به هر رو دوستا ما فهمیدیم چگونه با اینا برخورد بکنیم. برخورد ما خیلی انسانی است از منظرگاه قانونی و همچنان که از اون وثیقه شهروندی که قانون اساسی است، ولی به هر رو این به این معنا نیست که باز ما آزرزاری بکنیم. ولنگاری کرد کوهای سلیمان، دیگر راهی وجود نداره. ما دانشگاه بریم و این انتحار بکنه، راهی وجود نداره. ما مالیات بپردازیم این کوچیگری کن، راهی وجود. همه شرایط شهروندی را مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل تاجیکستان، مثل ترکیه، مثل ازبکستان، مثل یک کشور بسیار پویا و بسیار جانانه. او برادر، ما 37 میلیون هستیم. بگیریم 40 که من آتم بخشی آتم تایی شدم، 40 میلیون. 40 میلیون ما کم هستیم. مقایسه با ثروات طبیعی ما یعنی بی‌نظیر است، بی‌مانند است. هیچ کشوری به مثل ما ثروات طبیعی نداره. شما ناسا را که از مطالعه ناسا را 7 سال کرده بخونید که واقعا خینک میمونید. همه اینا هدر رفته، همه اینا را یک تبار که از بگروگان گرفته، نه خودش کار کرده و نه دیگر را به کار کردن مونده. امروز عقلای آلماسی داریم، امروز ما متخصصین داریم، امروز به میلیون، من واژه میلیون استفاده کردیم در 21 سال از بهترین دانشگاه کاتب هزاره، دانشگاه کابل، دانشگاه امریکایی، دانشگاه نور، دانشگاه خورشید که از فارغ التحصیل شدن، همه اینا آمدن در ترکیه به امراض گوناگون روانی دچار شدن. امروز در پاکستان بچه ها با ما تماس میگیرن که ما در مغزای عبدالگر اونا رو تمرین دادن، میگه فایق هیچ دیگر آرزو نمونده، همه چیز از بین رفته. اینمی قوم آمد کل متواری ساخته، تبعید ساخته. زنهای ما و جوانهای ما 75% در خراسان تشکیل میتن. اینمی 75% هیچ صلاحیت ندارد. شما میبینین که از وقتی که زنها برون عقلشان تعطیل شوه، مادرها دیگه فرزندای سالم به وجود میارن؟ هرگز نه. باهاش کی باید بپردازه؟ باهاش کی باهاش دیگه سکوت نمیتونه بپردازه. باهاش دیگه نمیتونه ملی گرایی بسیار آشفته دروغین که هر روز اینجا میام قلقله میکنن. هر روز میاد این در این یکی ده فرق دیگه میزنن. اینمی جمعی اینمی تاجک ده فرق تاجک میزنن. کل اینا رو میشناسم. دیگه هیچ برنامه هم ندارن جز خودزنی. جز خودزنی و جز پسلغتی دیگر هیچ برنامه هم ندارن متاسفانه. و امروز نه تنها تاجک برای تاجک میزنن، هزاره با تاجک انداخته تفرقه به انداز حکومت کن. من یک باشگاه را ندیدم که در آخر در یک نتیجه رسیده باشه. من صادقانه که از سالها که از در تویتر ببینین، تویتر ما در چه وقت که ایجاد کردیم، شما ببینین بودیم، خسته شدیم، فقط در برنامه آلن ماسک میروم بیاموزم، یا بیل گیت برام، یا لامارک برام اونجا بیاموزم، یا گرانت کورتون، تای لوپس. من در اون باشگاه همیشه حضور داشتم، میشنوم، میاموزم. برنامه های آلن ماسک تسخیر مارس است. چگونه ما مارس را تسخیر بکنیم سال 2030، چگونه مردم در مارس برای زندگی بکنن. همین گونه که این دوست ما درباره عقلای هوشمند سورا و دل صحبت کرد، نگرش شما یک نگرش آینده نگری هست و برنامه های راهبردی 25 ساله ترسیم کردم دوستای عزیز. سخت است برای مردمی که در مورد برنامه های راهبردی نمیفهمند.
ما یک مصاحبه داشتیم با آقای نصرت پارسا پیرامون ایالات متحده خراسان، با آقای لشکری میگه گپای شما که از کدش تخیلات است. اون بحث مطرح است، حقایق مبنی بر تخیلات بوده. انسانی که یعنی به شکل راهبردی اون برنامه نداره، اون انسان نیست. اون عقلش تعطیل شده و در سال 1960 بند مانده. نگرش مزخرفی را که اوغان آورده و من زنده جهان زنده، این همه را تباه کرده. چین مسائل اقتصادی خود برای 30 سال تنظیم کرده. بریتانیای کبیر 25 سال بودجه خود تنظیم کرده. حتی استیو جابز خدا روحش شاد داشته باشه، برای 30 سال اپل کس آرشیف کاری کرده. اپل 15 نیست دوستای عزیز، اپل 15 نیست، اپل 45 وقت که از برای شما که از ترسیم کرده، فقط در سال که میاد اون اعلان میکنن. دنیا همین گونه است. وقتی شما بجتینگ بودجه را تنظیم میکنین یک ساله میکنین، نه چند ساله میکنین، تقلیش میدین به یک ساله. با این طرز نگرش ادبیات و روایت و قرائت مردم ماشنایی ندارن. یک مسئله مطرح مثل والای خیال پردازی است. او برادر عزیز من، اینمی خیال پردازی است به انسانها را که از به مارس میبره. برنامه های آلن ماسک را ببینین، امی اکس که اینمی تویتر ما و شما میگم اکس و در پیش در خانش تنظیم کرده، هر وقت میگه من از خواب میخواستم چشم به اکس میخورم. و این اکس هم میفهمه در کجا تنظیم، در مارس. زندگی در مارس، زندگی در مهتاب. بالایش کار دارن. اینجا کسی از به نام ریچارد برانسون، ریچارد برانسون که از امروز کار داره و شما میبینید که به مهتاب مثلا مسافر میبره، نمیفهم دوستای که علاقمند مهتاب هستن. مردم درباره آیندهش فکر میکنه. تو دانی و خدا آیا سخت از داخل شدن خراسان؟ سرزمینی که از ما و تو است، 37 میلیون انسان ما در اونجا وجود داره. برای من که هست آقای پارسا میگه چه وقت داخل میشین؟ ما چرا داخل شویم؟ او برادر، 5 برادر 5 خواهر ما در خراسان است. سرزمین ما اونجا است. والله خانه ما در شهر کنه است. قبرستان ما اونجا وجود، درختای ما اونجا است. کل ما کوچ نکردیم. 2.5 سال شده ما تبعید شدیم. تمام زندگی ما در اونجا وجود داره. یعنی چی؟ به دلیل این که ما 3 افت تاریخی داشتیم. اگر خود ابو مسلم خراسانی را بگیریم 4 میشه، ولی از زمان ایبلای کلکانی افت داشتیم. واقعا ما یک آسیب شناسی تاریخی هم کردیم که چگونه از افتهای تاریخی باید بیاموزیم. 72 سال ما یتیم میشویم به دلیل این که ما سیاست زده نشدیم. اوغان نمازش هم سیاسی است، با همسرش هم که جمع میکنه مبنی بر اون عقلانیت سیاسی است. گپم با تو میزنه سیاسی، در باشگاه هم که میاد اصطلاح میشه سیاسی. ما و شما احساساتی، که میگه برادر میگه برادر است که از پیشتر که از با سلاخی تم میکنه. نه، باید ما اندیشه های خود سیاسی بیاسیم و سیاست زده شویم. با وجود که ما ایوان سیاسی هستیم، ولی این کافی نیست. بیایم سیاست، هر کار ما مبنی بر اون خرد و عقلانیت سیاسی باشه. تصمیمای ما، کار ما، برنامه ما، سلام علیکی ما و باشگاه های ما. پس به این معناست دوستای عزیز و عزیزایی که اینجا حضور داره و وجود داره، ما فکر میکنیم که باید دیگه حرکت بکنیم. ما دیگه گذشته گرایی نمیکنیم، دیگه نمیگیم کی چی کار کرده. شعار ما این است که ما برای فردا فکر نمیکنیم، کار میکنیم. ما برای گرفتن قدرت التماس نمیکنیم، می جنگیم. این حق طبیعی ماست و مردم ما در داخل خراسان هست و نمی خواهیم داخل خراسان شویم. و زمان که ما افت دوم ممکن است، ما از کلکین داخل شدیم، از دروازه اوغان ما را بیرون کرد. زمان استاد ربانی بزرگ و مسعود بزرگ بود، تمام قدرت برای اوغان ها دادن، ولی اوغان ها همیشه از 4 طرف ما را راکتکاری کردن. و همچنان که است مسئله بن، مسئله بونم کلانترین خبط تاریخی بود که ما قدرت آمدیم به یک هوچیگر شلخته شارلتان تمدنگریز کتابسوز پدرملعونی به نام کرزی که امروز که از برامت از امو پدر معنوی این اللغستانی ها. مشکل اساسی ما در این بود. حالا ما که داخل خراسان میشیم با ساز برگ دولت ملت، دیگه با دغه و پغه و لی و می و خیل و زی و نی دیگه نیاز نداشته باشیم. تخصص و متخصص ما یک ازبک باشه، سخنگوی ما که هست مثلا یک هزاره باشه، وزیر دفاع ما که هست یک ایماق باشه، وزیر داخلی ما که هست یک عرب باشه،
و همین گونه ما وظایفی را که فعلا در ایالات متحده خراسان تقسیم کردیم با تمام تبارهایی که حداقل امکان او را بود، امکان او را داشته که ما را شناخته نامدیم، ما کسی را کشکش نکردیم و نظام ما کشکشکاری نیست که ما یک ازبک پیدا بکنیم ولی ازبک های جا هستن، نه اون گونه نیست، اکثریت مطلق خوشبختانه یا شوربختانه تاجک ها هستن. واقعا من صادقانه برایتان بگم، من دروغ نمیگویم اینجا بگم ولی هزاره هم هستن، هزاره ها بخش دوم میان و ازبک ها بخش سوم میان، میگونه شناسنامه های ایالات متحده خراسان ما که از تقسیم کردن تقسیم بندی اونجا نوار نمودارها هست، تاجک ها اول هستن، زمان پارسی هست و بخش دومش هزاره ها هستن و همین گونه که از ازبک ها دوم بودن ولی بعد از اون نسل دوم شناسنامه اوغان ها بیشتر شدن، چون 900 اوغان هم که از شناسنامه خراسان گرفتن. پس به این معنی دوستای عزیز دروازه برای همه باز از صادقانه، هیچ محدودیت مطلق وجود نداره، یک محدودیت وجود داره، مزدان گرفت به جان برادر کار کرد. مزنبل به چی کاکای من نیست، یک کابلی هست، من برای شما میگویم بانو نفیسه کاملا که هست، یعنی خواهر من نیست از یک فامیل باشیم، یک کابلی هست در کنار ما استاد شده، آشوری عزیز یک دایکندی هست و همین گونه دیگر مردها و زنان. ما تا اکنونم نمیفهمیدیم که کی از کجا هست، برای ما مهم است، مطلق مهم نیست. چی مهم است؟ تخصص افراد مهم است. چی مهم است؟ شایستگی افراد مهم است. چی مهم است؟ تقوای سیاسی که از یک شاخه به دیگر شاخه نپره، از یک جا به یک جا نروه، از یک حزب به دیگر حزب نروه، مستقر باشه، متعهد باشه، آدمی باشه صریح باشه، آدمی باشه اگر بگوید که من یک خراسانی هستم با تمام اصول و پرنسپ ها و شاخصه های اون پایبند باشه. ما در مقابل هیچ کسی نیستیم و تکراری را نمی کنیم دوستای عزیز. زمان شما این مسئله را پی می برید، قانون اساسی ما را بخونید، صحبت های فردی ما را، آشوری را، مزنبل را، رئیس خراسانی را، احمد محمود جدی نگیرید، این صحبت های شخصی ما دوستای عزیز. اگر شما میخواین که دولت ما را به شکل ژرف و عمیق بشناسین، لطفاً به قانون اساسی ما مراجعه بکنین. اگر کسی را ما بالاشان اعتماد بکنین به خاطر کپی رایت هست، قانون اساسی ما را دزدی میکنن و بسیار چیزای ما را، بعضی از احزاب که از دزدی کردن، بعضی از نهادها هم دزدی کردن، کپی رایت در خراسان نیست، هر کس هر چیز ما را دزدی کردن. شما باور بکنین دزدا خیلی زیاد هستن، زحمت نمیکشن، میان قانون اساسیه که ما یک سال زحمت کشیدیم باور دزدی بکنن و به نام خود ثبت بکنن. همین گونه که طرح ما با وزارت آموزش پرورش سال 2019 داشتیم، آقای بلخی و تیمش رو دزدی کردن. نه، آقای بلخی وزیر اطلاعات و فرهنگ و دوست داشتنی است ولی بخش مسلکی اون وزارت یک اوغان پدر مران کوچی بود. تمام طرح زومنایزیشن یا زوم سازی نظام آموزشی را آوردن که هست ویدیو کسیتی ساختن و بسیار پولم حرام کردن، نه از شا شدن، نه از شا، نه از زاخ شدن، نه از کلاخ. دزدان دزدی شما میدانین که از حتی اشعار مردم دزدی شده، مقاله های مردم دزدی شده، نوارهای مردم دزدی شده، چون کپی رایت نیست، هر کس از هر کس دزدی میکنن. اگر ما فهمیدیم واقعا یک خراسانیه که به معنای خراسانی هستن، من پی دی اف چی را برای شما از طریق تلگرام یا واتساپ میفرستم مطالعه بکنید، ولی نوارهایش وجود داره، شما میتونید قانون اساسی ما را به شکل نواری بخونید. روی هم رفته به هر رو و من خیلی خیلی خرسند هستم و ممنون از تیم ما که بار نخستی است که آمدن در توییتر و اگر کدام مشکلات تکنیکی پیش آمد بچه ها هیچ گپی نیست، ما باید آنقدر بیاموزیم، آنقدر خطا بکنیم که دیگر خطا نکنیم. در مسائل اقتصادی ما یک گپ داریم، میگه آنقدر ما باید از نقص بکنیم که تا هنر نقص کردن یاد بگیریم که دیگر نقص نکنیم. ما باید آنقدر خطا بکنیم که دیگر خطا نکنیم. دیگر به هر رو فقط دعای را میخوانیم و بعد از اون که از خداحافظی میکنیم. دوستای عزیز، رئیس خراسانی خود دعای را میخوانی یا شوری یا مزمر؟ ممنون استاد گرامی، من یک کوتاه سخن نگه اجازه باشه در پایان نمی داشته باشم یک دقیقه باری. گفه نیست، هیچ گفه. درود مجدد دوستای عزیز، ما یعنی منظورم از خودزنی یا که به اصطلاح بزرگای خود چیز اینجا سرکوب کنیم نیست. تمرکز ما وقتی من میگم ما در قسمت نظامی یعنی بیشتر نوگرا هستیم، هدف من نیستن که ما بیاییم و رهبر نظامی منظوریم از او
جنرالای پیری که در گذشته در کابل در حال مماشات یا گرفتن قرارداد یا خوردن از لوبیا و گوشت سرباز بود نیستند. اونا در جای خود محترم هستند و عنوان بزرگ ما تاج سر ماست. از تجربیاتشان استفاده میکنیم، ولی در خراسان کبیر باید میدان به نیروی جوان داده شود و ما باور کامل دارم که در مقابل افغان والی ما شفشف نمیگیم. به قول عامیانه دوستای عزیز، ما یک عسکر هستم، ما ادبیات اکادمیک زیاد بلد نیستیم که اینجا واژگان را در کنار هم قرار بدیم، اما یک نظامی خاصیت شنی میرخم است. یعنی در کل باور ما به این هستن که یک تنها بچه بدخشان، یعنی بچه های بدخشان در مقابل افغان والی کافی است، چی بسا که ما تمام ولایت های خود داریم. ما تمرکز ما روی منظور از بازتربیه رهبران نظامی و نمو رهبران نظامی هستند که در طول 20 سال در جنوب می جنگیدن و با هم می ششتیم شبها در کنار درخت ها، در داخل سنگرها، در برج های پیرداری با هم درد دل می کردیم. من یک از همسنگران امیری عزیز هستم، با افتخار میگم چندین سال در کنار هم بودیم و دردهایی داریم که من وقتی که باز کنم که ما در ژیره چی میگفتیم، یا در کشک نخود چی میگفتیم، یا در غزنی چی میگفتیم، یا در پکتیکا و جلال آباد عسکری کردیم چی میگفتیم، اینا را بسیار طولانی میشه. منظورم از بازتربیه رهبران هم جمع‌آوری و گردآوری رهبران جوان نظامی هستند که پر از درد و پر از احساس هستند و ما به کس دیگه اجازه نمیدیم به افغان که ما در قندهار جنگ کنیم و او در قل اردوی قندهار با ما را از پشت سر بفروشه. ما به کس اجازه نمیدیم که ما دانشگاه ما بریم در نیم نان 6 ساعت را پیاده درس بخوانیم از سر کوی بدخشان و جاغوری. یک افغان بیایه بگه وقت دانشگاه رفتن بیا که نفر شمار کنیم، یعنی گوسفندار ده دانه گوسفند بره ده دانه آدم. و ما یعنی مماشات نمیکنیم، پوسکنده میگم. وقتی میگم افغان یعنی برادر افغان، باید افغان باید تربیه شود، افغان باید باز تربیه شود. حتی آدم های بسیار زیشت از اینا نیاز داره که در کمپ ها جمع آوری شود. و باز تربیه منظوریم از جنرال های پیر نیست، از رهبرای جوان است. ما جوانگرا هستیم، رهبرای بزرگواری مماشاتگر ما که در بون ما را یک فرصت تاریخی بود فروختن. اگر نه امو زمان باید خراسان ایجاد میشد. رفتن شش تن مماشات کردن. باید تجربه خود در اختیار ما قرار بده و محترمانه کنار بشینه و ما را حمایت کنه. ممنون دیگه. ما بیشتر کوشش میکنیم که روی جوانگرا باشیم، یعنی بیشتر به آینده بینگریم تا اینکه به گذشته، چون گذشته از بسیاری رهبرای خود ما چندان چیزی نداریم، یعنی چندان خاطره خوش نداریم متاسفانه. حالا دوستشون داریم، ولی بعد ما هم نمیخوایم که سرکوبشان کنیم، خود زنی کنیم، ولی باید زمینه را برای جوان ها بگذاره تا که، چون امروز دنیای عقل هستن، دنیای مدرن هستن، باید مدرن فکر کنیم. و ممنون بابت صحبت های عالی شما. واقعا بازم یک بار دیگه تکرار میکنم که با آدم پرواز در میاره. و راستی راجع به تخیلاتی که امروز یک تعداد هزاره ها یا تاجیک ها یا ازبک ها یا دیگه عزیزای فارسی زبانی که خود افغان میگه، خودم میگه، شما تخیل میکنین. ببینید پیشرفت بشر و تمدن امروزی بشر، آیفون 15 امروز و کمپانی تویوتا و تمامی پیشرفت های جهان، اینترنت، هوا، فضا، رفتن به مریخ، از زمان شروع شد که انسان از شاخ درخت پایین شد، سنگ در سنگ زد، صدای از او رو شنید، بعد خواست که درباره از او فکر کنه، بعد فکرش به این رسید که از او باید یک ظرف، یک وسیله جور کنه و تا امروز آمدن. و ما هم پیش میریم، ما باور داریم در سر روی تخیلات خود. انسان اول فکر میکنه، بعد او به عمل تبدیل میشه. ممنون بابت از اینکه گوش کردیم. بله ممنون. صادقانه همین گونه است. و فروغ عزیز اگر چیزی به گفتن داری، چون امروز بانوای ما نبودند و در جریان هم نیستن، چون تویتر بار نخست ما آمدیم و انشالله این فرهنگ گسترش پیدا میکنه. اگر صحبت میکنیم بانو فروخ میتونین بالا بیاین و اگر نه دعایه را میخوانیم. رئیس خراسانی خود دعایه را میخوانی یا مزمل بخوانه؟ نه مزمل غیر حاضر است. مزمل بخوانه استاد انشالله. خیلی باش بانو فروخ صحبت بکنم. بانو فروخ هم که
باز دعای را همی بخوانه چون بانوها که از حق اولیت. بانو فروغ بفرم. درود بر شما و همه دوستان که در اسپیس هستن، شنونده هستن. گفتنی های ما به قدر کافی در زوم هم داشتیم. امروز واقعا جای خیلی خوشحالی بود که ما شاهد بودیم که دوستا و عزیزا و برادرای ما آمدن در سایه عمل فعالیت های خدا ندارن، برنامه های بسیار عالی دارن، خصوصا به تاریخ 25 می. دیگه آقای فایق با میگذاریم همه گفتنی ها، همه حرف ها، آنچه که باید گفته میشد شما و دیگه دوستای ما اینجا بیان کردن و خصوصا آقای که قبل از ما صحبت داشتن. ما میبینیم که روز به روز جمع ما و شما خیلی خوشبختانه آگاهانه بزرگ شده میره. ما به کسایی که ناآگاهانه نفهمه که قضیه هست، چی هست، چی موضوع هست، بیاین دنبال روی چه علاقه نداریم و دوست نداریم که باشند ایجا. ما کسایی را که بفهمند که چی میخواهند و چرا آمدن و اینجا هدف از چی هست، فعالیت به خاطر چی هست، یه حکومت در تبید چی کارهایی را پیش گرفته و چی برنامه‌هایی را از قبل داشته و فعلا داره. دوست داریم که این تعداد شهروندهای خود آگاهانه با خود داشته باشیم و خوشبختانه سال 2024 یک سال بسیار خوب و یک دستاورد بسیار خوب داریم، چی در صفحات مجلسی، در اسپیس، در تویتر یا اکس و یا در دیگه بخشا میبینیم که مردم ما از هر طریق کوشش میکنن خود با ما و شما وصل بسازن، لینک کنن، که چون اونا هم همیشان این موضوعاتی بود که داییشان بود، خواستشان از آرزوشون بود، اما اینجا باید یک جبهه، یک روان، یک حکومت در تبیید یا باید بالاخره یک گروپ، یک تیم پیش قدم میشدن که اونا میامدن، نیاز داشتن به امیرا. و خوشبختانه که ما این را ایالات متحده خراسان و تمام شهروندهای داخل خراسان و همچنان خارج از خراسان باز کرده و مردم هم میبینیم که هر روز با ما و شما میاین، حرفای خود دارن، برنامه های خود دارن، خودشان کارهایی میخواین انجام بدن عملی، از اقتصاد خودتو مصرف میکنن، وقت خود زای اینجا میاین با ما و شما زای میسازن. این هم بزرگترین دستاورد است و این نتیجه زحمات همه دوستایی است که دنیمی تیم کار میکنه، شما گرفته تا با آقای رئیس خراسانی، آقای مزمل، آقای جمشید خراسانی، آقای برمکی، همه دوستا و برادر و خوهرهای هستن، بانو بلقیس، بانوی عزیز دوست داشتنیم و همچنان بانو نفیسه و دیگه بانوانی است که اونا شاید اینجا نبین حرفی بزنن اما کارهای خود دارن، خصوصا در صفحات مجازی در بخش بانوان فعالیت های خود همیشه داشتن دارن که گاهی در زوم حضور پیدا میکنن و گاهی نمیتونن، فرصت مناسب نمیباشن یا مشکلات که میباشن، اما آنچه که از دستشان می کوشش میکنن که انجام بدن همیشه. خیلی واقعا صادقانه خیلی جای خوشحالی هست بر من و منتظر تاریخ 25 می هستیم با یاری خداوند و همکاری شما و هم اعضای تیمی که فعالیت میکنن. انشاءالله یک برنامه بسیار خوب و عالی می داشته باشیم و ایالات متحده خراسان یک ادرس بسیار بزرگ به تمام پارسی زبان ها در داخل خراسان چی در خارج خراسان انشاءالله در آینده هست، اگرچه امروز هم هست، اما ما فراتر از این فکر میکنیم آقای فایق، ما فراتر از این میخواییم فکر میکنیم، آنچه که ما میخواییم. هنوز من خودم شخصا در زوم هم گفتم که هر سال ما باید چیزی که فکر میکنیم حد اقلش اگه به 100% نباید به 60% برسیم، یعنی مردم به حد آگاه شوه که ما و شما یک ادرس باشیم، یک امید باشیم، به خاطر که اینجا همه اعضایی که کار میکنن هر کدامش میبینین صادقانه قلبن روحن خراسانی هستن، اینا نامدن به منفعت کار کنن، به کدام مقام کار کنن، به کدام کرسی فکر کنن، اینا او وطن دردش قلبن حس کردن و تاریخی که همیشه وقت خصوصا در ایسه قرن در جنایت، در غارت، در معامله، در هزاران فسق فسادی بوده و همه را با جزئیات آگاه هستن، در کنار شما و ما هستن و این جای خوشحالی را دیگه من قلبانی در گروپم براتون گفتم اصلا نمیتونم بیان کنم که میبینیم دوستای ما در تیمی که میان فعالیت میکنن،
و امیدوار هستیم که انشالله که سال 2024 آنچه که میخواییم برسیم، وقت سانه بیشتر نمیگیریم، وقت ما رو بیشتر در کارهای عملی خود مصرف کنیم. ای برام بسیار جذابیت داره. از اگر دوستای ما همی فا ای خواهش دارم که اگر تا حدی که میتوانین در کنار ما میباشین، باشین نمیباشین، یک تعدادی که هستین کوشش کنین که از امی تخریب، از امی کارهای پشت پرده، از آنچه که فعلا اصلا دیگه از او حد مرد شما گذاشتیم وقت خود ضایع نکنین. میتونین به خود فکر کنین، خودتان هم همینسا یک انسان مثبت سالم به جامعه تقدیم کنین. اما ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید امروز وسط یک کشور کارهایی که باید انجام بده داده روان است و انشالله پیش میره. خراسان و پیش وقتتان خوش. بله بانو فروغ، بانو فروغ عزیز، ممنون صادقانه. بانو فروغ که از کارشناسی در روانشناسی داره، بانوی خیلی فرهیخته و خیلی عزیزی است که من بیش از 2 سال میشناسم و هر روز که هست برای دولت ما کار میکنه. بحث ما هفته یک بار هم که میایه، بحث ما دوستای عزیز چی نیست؟ بحث هایی که تو چی کردی من چی کردم مقایسوی نیست مطلق. اخپلواک عزیز جای غلط آمده، این باشگاه جای شما نیست، وقتا نجزایی نکو. دوست عزیز شما میتوانین یک جای برویم که زبان رو بفهمیم و طرز اندیشه و گفتار اونا که هست هم خانی و هم نگری داشته باشن، وقتا اینجا زایی میشه واقعا. برمین یک جای دیگه. به هر رو دوستای عزیز، ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید خصوصا در ما اسپیس که امروز ما آمدیم برنامه عملی داشتیم و برنامه عملی هم در آینده خواهیم داشت. اگر برنامه های گزینشی که پیرامون ما کیستیم اینجا کجاست، بعضیا میخوایند، یا برنامه های عقلای هوشمند و یا دولت ملت سازی یا بخش تکسیشن یا بجتینگ، بخش بودجه سازی و مالیات و اقتصاد نوین و فراورده ها فناوری های که هست، ما یک برنامه زیر عنوان ذهنیت سازی داریم، یک برنامه روشنگری داریم و یک برنامه دیگه هم زیر پست شهر چی میگذره و برنامه دیگه هم اقتصاد نوین داریم. بخش تشبس هست، متشبس کی است، بخش البته سرمایه گذار کی است و بخش های استارتاپ هست، مثلا ارزهای دیجیتالی هست و فروش اندیشه ها هست و مسئله فناوری های مدرن نوین هست و همچنان خودکفایی ها. هر خراسانی باید خودکفا باشه و هر خراسانی که از باید استقلال اقتصادی خود داشته باشه و همچنان که از برنامه آنلاینی که متخصص داریم در این موارد هم که هست به شکل گزینشی ما برنامه هایی داریم که مردم ما باید سر پا استاد شوند، چون ذهنیت سازی بهتر از نسل کشی است. ذهنیت های ما که هست قرنطین شده است به گفته گرین پرونزان های عزیز در سالهای 1960، این باید اپگرید شوه و اون البته لای لوشه که در قفسه های ذهن ما از سالهای خیلی دور که هست مانده، این لای لوش خیلی که از پاک شده و نیاز بیشتر داره که پاک شوه و مردم ما که از دیگر حرکت بکنن و خود بشناسن و سر پا خود استاد بکنیم. بیاری از دان سطر و بیاری از دان پاک امسال ما باید داخل خراسان شویم و همین بحث ما سال پار هم بود که ما یک دهلیز برای کرفر در بدخشان نیاز داشتیم. حالا شما میبینین که مردم بدخشان مصمم هستن که اوغان که دغه بغه میگه باید از قندهار هلمند بروند و ایره شما هم شنیدین، دیگر هیچ کسی را انکار کرده نمیتوانه. نه تنها مردم بدخشان اکنون دیگر مماشات تحیز و سازش با اوغانیزم، اوغانیت و اوغانوالی نمیکنن و حتی کسی این حرکت رفته به طرف مزار شریف و انشالله خبرهایی هم که از هرات میشنن و از دیگر ایالات متحده خراسان میشنویم. دیگه به هر رو دعای آخر ما امین است. سپاس از همه بانوان و کدبانوان گرامی، از همه دوستانی که اینجا آمدن صدای ما را شنیدن. قدم های همه ما چابکتر و روان همه ما خراسانی تر بود.
و خراسان و پیش. بله ممنون استاد گرامی، ممنون از صحبت‌های قشنگ شما. ما یک کوتاه آرزوی خود بگم که ما کیستیم نسبت به صحبت‌های شما در رابطه. ما خودم کیستم؟ ما آرزوی من نیست که یک خراسان کبیر داشته باشیم و در اونجا قوغا سالاری ای از لنگزو بگیر، نمفهم سلیقه های قومی، سلیقه های حزبی، سلیقه های دینی ایج به ایج جای نداره. سرباز در جای خود، عسکر در جای خود، وزیر در جای خود، تنها کسی که درباره کار کرده اینها تصمیم میگیره و اینا را پایین و بالا میکند رای باشه و صندوق رای باشه و رای مردم باشه و اراده مردم باشه. اینی آرزوی ما است. دقیقاً همین کار ماست و همین پیکار